بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه در این چهارشنبه روز خوشبختی. ساعت 1:59 است. از من وقت شناستر آقای فرخ سپهرار که آمدند و اینجا هستند. شما هم اگر اون دکمه follow me or فکر کنم یکی دیگرش هم هست notification، اونو فشار بدید، هر وقت ما برنامه زنده داریم به شما خبر میده که سوربی هنوز زنده است و هنوز حرف میزنه. اگه دوست ما هستین و از حرفای ما خوشتون میاد که خوشحال میشید، اگر دشمن ما هستید ناراحت میشید و کم مونده که دق کنه. عجب رنگ خوشگلیه این کراوات، نه؟ گفتم که یه دوستی داریم، خانم آقایی خیلی مهربون، چندین کراوات برای من فرستادن به وسیله پست و من تصمیم گرفتم تا همه این کراوات ها رو یکی یکی در برنامه نپوشم، سراغ کراوات های خودم نخواهم رفت. یک بار دیگه از این دوستان ممنون و متشکرم و امیدوارم هر جای دنیا که هستند خوشحال، سالم و پیروز باشند. این سلامتی و خوشحالی بهترین چیزی هست که ما میتونیم در زندگی داشته باشیم. امروز میخوایم به نصیحت دوست خوبمون آقای پتیک مهدسیان گوش کنیم که گفت آقا اونایی که خواب هستند شما میتونی بیدارشون کنید، اونایی که خودشون رو به خواب زدند تلاش بی خود نکن، خودت رو خسته نکن و ولشون کن بخوابن. گفتیم چشم. اما یه دوستی زنگ زد گفت سوری من دیدم شما در برنامه‌تون به اینایی که برنامه شما رو نگاه میکنن میگی مگه مجبوری یا خدازاری مازوخیسم داری که میای میشین نگاه میکنی؟ حالا من از شما سوال میکنم، مگه شما مازوخیسم داری، خدازاری که میای خودت رو آزار میدی و با این مردم سر کله میزنی؟ گفتم نه 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 نه، اصلا قابل قیاس نیست. در آمریکا میگن سیب رو با پرتقال مقایسه نکنید، سیب رو با سیب، پرتقال رو با پرتقال، و حرف خیلی خوبی هم هست. کاری که من انجام میدم، من از این سکوی ارتباطی دارم استفاده میکنم، گاهی هم سوء استفاده میکنم، حرف و نظرات خودم رو به گوش شما میرسونم. ولی کاری که اونها میکنن، اونها واقعا دارن به خودشون صدمه میزنن، چون میدونن که نظرشون چیه، میدونن که نظر من چیه، ولی میان میشینن خودشون رو آزار میدن. مثل این میمونه که شما بدونی یه اجاقی گرمه، دست بزنی بهش میسوزی، ولی بازم بهش دست میزنی. راجع به این اجاق و گرم و سرما و گرما و سوختن و اینها یه آزمایشی هست، حالا اگه بتونم بهتون نشون میدم، خیلی جالبه. و یه این آزمایش رو اگه نشون بدیم، بعدش من یاد یک درسی میفتم که توی این کلاسای صحبت و گفتگو و اینها به ما یاد دادن و میگن که شما میتونید شرایط اونجایی که هستید یا موقعیت اونجایی که هستید رو با حرف توضیح بدید برای دیگران. این کار تو رادیو، چون من از رادیو شروع کردم، این کار تو رادیو بیشتر تأثیر داره تا تلویزیون. تلویزیون یه عکسی نشسته جلو شما، همینه که هست، کوتش این رنگیه، کراواتش قرمزه. ولی رادیو وقتی یه نفر میگه من امروز کت شلوار پوشیدم و کراوات، شما هر مدلی کت شلوار میخواین میتونید تنش کنید، هر رنگی کراوات میخواین میتونید تنش کنید. گره کوچیک دوست داری، گره بزرگ دوست داری، کراوات عین الله داشته باشه، کراوات تام جونز داشته باشه، اینا رو میتونید تنش کنید. پس رادیو یه جوری اون قدرت خلاقیت شنونده رو همیشه بالا نگه می‌داشت، برعکس تلویزیون این کار رو از بین برد. رادیو حسن دیگه‌ای که داشت، فامیل دور هم نشسته بودن، همدیگر رو نگاه می‌کردن و رادیو رو گوش می‌دادن. تلویزیون فامیل ها رو از هم
به اصطلاح دور کرد و توجه همه رو به یک طرف جلب کرد. الان هم که توجه همه به 10 طرفه، یکیش با تلفنه، یکیش با آیپده و یکیش هم داره تلویزیون نگاه میکنه. خب و اما امروز چهارشنبه هست، 28 فروردین 1398، آخر ماه. اگر حمایت نکردین، تصمیم دارین حمایت کنید، حتما انجام بدید. حمایت شما این سکوی ارتباطی رو که با مخارج بسیار کمی اداره میشه باز نگه میداره تا دیگران هم بتونن بیان ازش استفاده کنن و ما همینجوری که اینجا هم الان بهتون نشون میدن شماره 4، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. شماره 6، تماشا کنید، نظر دهید، مهمان برنامه های آینده ما باشید و هیچ ایرادی اینجا گرفته، یعنی شما دیگه هیچ عذری موجه نیست. ما بارها از اول برنامه تا آخر برنامه این 5 تا 6 تا اطلاعات هست، یکی روز به انگلیسیه، یکی روز به فارسیه، یک شماره تلفنه، یک شماره ایمیله، 2 تا هم دعوتتون میکنه بیان نظر بدید، دعوتتون میکنه بیان برنامه بدید. دیگه اونایی که میگن آقا چرا اونو نگفتی، تو چرا نمیای بگی؟ اگه من نگفتم تو بیا بگو، اگه من نمیگم تام نمیگی، خب مساوی هستیم دیگه. و اما دوشنبه زمانی که من برنامه داشتم در پاریس، این کلیسای نوتردام یا بانوی ما سوخت و دوستان لطف دارن توی برنامه نوشتند و ما هم گفتیم که خب حالا اگه بسوزم اینا دوباره بهترش رو درست میکنن. 700 میلیون دلار تا امروز صبح جمع شده، 700 میلیون دلار. ضمن اینکه مزخرفات شروع شد که این معجزه بود، ببینید اینها نسوخت. آقا دیوار سنگی که نمیسوزه، که دیوار سنگی باقی مونده، اون چیزها هم تا اونجایش که سوخت و ریخت پایین و خراب شد خراب شد، تا اونجایش هم که تونستن این آتش نشانهای بیچاره رفتن با جون خودشون خطر کردن، آوردن بیرون که نمیدونم شاخ عیسی نسوزه، ببخشید اون شاخه چیزی که انداختن دور سرش نسوزه، نمیدونم مجسمه فلان نشکنه و الی آخر. ولی دیشب تعجب کردم وقتی این آقای کریس کومو، خب کاتولیک هستی باش، بهتون گفتم چهارشنبه اش ونزده، چهارشنبه خاکستری، یا اون رو هم دیدم یک چیزی صلیبی کشیده اینجا شد. خب اینا اصلشون از ایتالیا اومده، ایتالیا و کاتولیک و مافیا و اینا همهشون اینجوری دست در دست همه. چنان دیشب با آب و تاب داشت میگفت که این چی میتونه باشه به غیر از معجزه، که نمیدونم خروس مسیح که اونجا بوده آب نشده. بابا مس تحمل گرماش زیاده، به همین خاطر ظروف مسی میسازن که توی اون روی آتش چی بپزن. این چی میتونه باشه که این شیشه شکسته نشده، استین گلاس، یه شیشه دایره‌ای بزرگی هست که روش نقش و نگاره و خیلی هم قشنگه و اینها. هیچی، آتش اینجوری بوده، باد اینجوری بوده، شعله اینجوری بوده، نسوخته. میگم اینجا کلیسا که میسوزه نمیگن کار خدا بوده، خدا خواسته این کثافت خونه از بین بره، یه تیکه آهن که میمونه میگن این معجزه است، نگاه کن این صلیب موند. همین سپتامبر 11 همه این بیلدینگ افتاده پایین، هیچی، 2 تا میله خب وقتی افتادن این سرش رفته تو خاک، این اینجوری وایساده، میگن نگاه کن این علامت عیسی مسیح معجزه شده. چه معجزه ای؟ تمام ادیان این خرافات رو دارن. و اما در ایران اون روز بهتون گفتم که این آقای قاسمی نمیدونم، شاید از لحاظ شیمیایی، شاید ضربه و اینا، این اولا یه آدمیه که میگه دیپلم دارم، من فکر نمیکنم دیپلمم گرفته باشه. ایشون هم مثل شاه که دروغ میگفت، میگن دیپلم گرفته بود، دیپلم نداره و رفته بوده رفته بوده تو جهاد سازندگی و آدمای موقعیت طلب سوء استفاده چی هستن، بعد رفته نمیدونم نزدیک شده به امام و خلاصه بعد نمیدونم چه کاره بوده، رفته جنگ و رفته کردستان و اینها.
آمد و گفت که ما در زیر به اصطلاح لوا و پوشش هلال احمر میرفتیم کشورهای دیگه و به اونها آموزش های تروریستی و جنگ و نظامی و اینها میدادیم. حالا هلال احمر ایران از ایشون شاکی شده که آقا هلال احمر همچین کاری نمیکنه. بله، برج صلیب افتاد، اسپایر. این اسپایر توی فارسی میشه همون مناره. بله، اون به اون بلندی اون افتاد، اون معجزه نبود، ولی شیشه سالم مون این معجزه است. یه خروس مسی اونجا هست که نمیدونم مال کی بوده، جیزس خروس باز بوده چی بوده. خروسای لاری خیلی معروفن برای جنگ و دعوا و اینها. خب دوستان عزیز، شماره تلفن 202، اجازه بدید بهتون نشون بدم، 202 695 25 73 آماده است که شما تکست بفرستید، شما پیام بذارید و ما بگیریم و ازشون استفاده کنیم و در برنامه ها هم به دیگران بگیم. و اما داش عباس رو اون روز من در برنامه صحبت کردم، این مجله ماهنامه ای هست که به همت و مدیریت آقای پرویز مینویی چاپ میشه. این شماره هفتمش هست، شماره هفتش هست، هشتمیش زیر چاپه و آماده میشه و آقای مینویی هم لطف میکنن برای ما یه نسخه میفرستن. این بار دیدم دو نسخه فرستادن، یکی به نام سوربی شخصی، یکی هم به نام مردم تیوی. خب ما اینو میذاریم تو ماشینمون، میبریم میدیم به یکی دیگه و همینجوری باعث میشه پخش بشه. داش عباس و متاسفانه وبسایتشون رو من اینجا نمیبینم، همه مشخصات رو اینجا نوشتن. شماره هفتم آپریل 2019، مدیر و سردبیر پرویز مینویی، 713-240-7231، تایپ و طراحی استارز فوتوگرافی ویدیو شارن یا شرن، بعد 713-771-1104 و نوشتن مدیر تبلیغاتم. ما اینو شارون میخونیم، اینجا شرن هم میگن، شارون تیت یادتونه بکنم اونه. من اینو میارم جلو، دلیلش اینه که اگه خواستید بعدا نگهش دارید، اینفورمیشن ها رو ازش بگیرید. بازم میاریم جلوتر. و چرا اینو نشون دادم؟ اون روز درباره تبلیغ صحبت شد و گفتم که آقای مینویی اتفاقا یه مقاله ای رو در این مورد نوشتن. سخن روز میدونی اینا که سردبیر هستن و اینها معمولا یک مقاله، یک قسمتی از روزنامه یا نشریه رو به خودشون اختصاص میدن و مینویسن. اصلا عشق و علاقه به نویسندگی باعث شده اینقدر زحمت بکشن. آقای مینویی اینجا نوشته که من و همسرم و فرزند سوم و کوچکترمان در اسفند ماه 1960 وارد شهر هیوستن در ایالت تگزاس آمریکا شدیم. من به ایشون زنگ زدم، پیغام گذاشتم، گفتم فکر کنم شما اشتباهی 1360 رو نوشتید 1960. جوابی از ایشون نشنیدم و اون روزم که برنامه گذاشتن چون سرما خورده بودن، اصلا منتظر نبودم که برنامه باشه، یادم رفت در این مورد ازشون صحبت کنم. پس از یکی دو ماه با کمک پسرمان که در هیوستن بود رستورانی را باز کردیم به نام مینو که به صورت بوفه یا به قول اینجایی ها بافه بود و تنها ظهرها باز بود، از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر. روز اول انواع پلوها و خورشتها و کبابها و کوکو و دلمه و کتلت و میوه و دسر را چیدیم و منتظر مشتری ماندیم. از صبح تا عصر تنها یک آقای آمد و غذا میل فرمود و خیلی هم تعریف کردن. میدانید چرا؟ چون ما هیچ تبلیغی نکرده بودیم، حتی تابلوی رستوران هم نصب نشده بود. نسل ما از کودکی با کوکاکولا و پپسی کولا از ایران آشناست و تقریبا همه مردم جهان با این دو نوشابه آشنا هستند. اما چرا هنوز در حال تبلیغ هستند؟ به گفته یکی از مقامات کوکاکولا، هر ماهی که کمتر تبلیغ می کنند فروش آنها پایین می آید و هر ماه که بیشتر تبلیغ می کنند فروششان بالا می رود. عزیز گرامی،
خانم یا آقایی که این مجله را به دست گرفته ای و میخوانی، وجدانن نظر بده، آن را دور نمیاندازی، آنها را تنها ورق نمیزنی، بلکه همه مطالب آن را میخوانی و شاید هم لذت ببری، پس باید حمایت فرمایید. اگر دارای کسب و کاری هستید به ما آگهی بدهید، منتظر مراجعه ما نباشید. من و بانو شهره که با من صمیمانه همکاری میکند، هر کدام در تلاش برای معاش و تأمین مخارج زندگی خود هستیم و وقت چندانی نداریم که به یکی شما مراجعه کنیم و اصرار کنیم که به ما آگهی بدهید. خودتان پیش قدم شوید. به خود من به شماره 713 24 72 31، خب این شماره هم اشتباه نوشتید عزیزم، 240 صفرشو ننوشتید، 713 240 72 31، و یا خانم شهره 713 771 11 04، با تلفن تماس بگیرید تا به حال دو بار ایرانیان مسئول و ثروتمند، یک بار یکی 200 دلار و یک بار دیگری 1000 دلار چک فرستادن که دمشان گرم و همیشه سپاسگزارشان هستیم. و با این دو گل با این دو گل ما بهار را حس کردیم، ولی بانک ما بهار را حس نکرد. چند ماه پیش یک سناتور آمریکایی گفت اگر مثلا من بروم و بخواهم که دی ان ای مرا آزمایش کنند و بفهمم درصد زیادی ایرانی هستم چه کنم؟ منظورش این بود که چه خاکی بر سر خود بریزم. بلافاصله صدها آمریکایی به او اعتراض کردند و نوشتند این حرف تو بی احترامی به ایرانیان است. آنها خیلی زود واکنش نشان دادند. بیایید ما ایرانی ها هم زود واکنش نشان بدهیم و اگر مجله داشباس را دوست داریم به آن آگهی بدهیم. اگر شما کسب و کاری ندارید که برای من آگهی بدهید، با آگهی دهندگان در مجله تماس بگیرید و آنها را حمایت کنید تا بیشتر آگهی بدهند، و یا مجله را مشترک شوید و برای دوستانتان در نقاط دیگر جغرافیایی اشتراک مجله را هدیه بدهید. اشتراک مجله را ارزان کردیم و گذاشتیم هر 12 شماره تنها 36 دلار. مجله مجانی است و خرج پست و ارسال آن بیش از نیمی از این مبلغ می شود و شما می توانید بزرگواری بیشتری کنید و برای اشتراک ماهانه مبلغی بیش از 36 دلار بپردازید، یعنی منظورشون سالانه است، تا مازاد آن هدیه‌ای به ما باشد. اگر نیت کمک به دلتان افتاد صبر نکنید تا کم کم فراموش شود، هرچه زودتر تا داغ است به انجام برسانید. دست شما را صمیمانه می فشارید. سردبیر پرویز مینویی، داشباز، مجله داشباز. خب اینایی هم که شروع کردن آگهی میدن، فریدون دهکردی و دیگران هستن که در صفحات مختلف هستن. و اما بیایم اینجا با تشکر از آقای پرویز مینویی ببینیم دوستان چی نوشتن. میگن که بله، اون سپایر مترادف مناره است که صلیب در سر آن است. عجیبه، جناب مینویی گفتن انگلیسی ایشان خوب نیست؟ بله، خودشون گفتن بارها که چون سوئد بودن، ایشون هم مثل من دیگه از ایران رفتن سوئد، اونجا که جوانتری یاد میگیری و همون النقش فی الصغر، نه العلم فی الصغر و النقش فی الحجر، یعنی علمی که در جوانی و کودکی یاد بگیری مثل نقشی که بر سنگ میمونه. من هنوز تا هنوز فیلمای آلمانی رو که نگاه میکنم میفهمم، ولی وقتی میای اینجا درگیر کار و زندگی و اینها هستی دیگه، مثل اون موقع دنبال یاد گرفتن انگلیسی نیستی. اینجا هم که قربونش برم، به هر که حرف بزنی انگلیسی نیست، آمریکایی نیست که، یکیش اسپانیشه، یکیش کره‌ایه، یکیش چینیه، یکیش نمیدونم مال منگولیان بمانه. خانم تننازی میگه به هنرهای کلیسا با دید دیگری باید نگریست که در زمانهایی که برق و امکانات نبود آنان با مهارت زیبایی‌ها را آفریدند. کشیش‌ها مانند سیاستمداران دروغگو از آن سوء استفاده می‌کنند،
اما از هنرها نباید به نام اون حقبازها نوشت. میلیاردرهای فرانسوی میلیونی کمک میکنن. من منتظرم بشنوم که ماکرون میلیاردر در چند سنت کمک میکنه. خانم چند سنت کمک میکنه؟ همین پولارم میکشن بالا میبرن. اتفاقا پتیک نوشته حالا صبر کنید که این ماکرون و به اصطلاح دیگرانی که دستن در کار هستن یکی یکی این پولها رو کش برن و بدزدند و ببرن. و اما نشریه فوربس گزارشی داده از بحران‌های اقتصادی ایران و ونزوئلا، دو کشور نفتخیز اوپک. این به اصطلاح گزارش منتشر شده. فورز می نویسد ثمرات تجارت بازتر که قرار بود برای ایران به ارمغان آورده شود به دو دلیل محقق نشد. اول، سیاستمداران دولتی پول حاصل از توافق را به جای تقسیم بین مردم به جیب مبارک زدند. هیچ افزایشی در هزینه‌های داخلی صورت نگرفت که به شهروندان برای برطرف ساختن مشکلات اساسی مانند کمبود آب و آلودگی هوا کمک کند و به جای آن این پول صرف تأمین منابع مالی بیشتر برای سپاه پاسداران و بنیادهای مذهبی تندروها و موجب خشم مردم شد. دوم، پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام تحریم‌ها احیا شد. این اقدام توانایی ایران برای تجارت نفت و محصولات دیگر را در ازای دلار یا یورو محدود کرد. با این محدودیت واردات مواد غذایی و دیگر کالای اساسی کاهش یافت و به موجی از اعتراض‌های خشمگینانه در خیابان‌ها دامن زد. اما مشکل فراتر از ضعف پول داخلی و یا افزایش نرخ تورم است. ایران در 40 سال گذشته دوره‌های سخت اقتصادی را پشت سر گذاشته. تفاوت آن اکنون این است که گرچه دولت ایران سعی می‌کند آمریکا را برای مشکلات اقتصادی سرزنش کند، شهروندان بیشتر تقصیر را بر گردن دولت ایران می‌گذارند. تحریم‌های آمریکایی تأثیر منفی بر اقتصاد ایران می‌گذارد، اما فساد مقامات دولتی علت اعتراض‌ها بوده است. این نشریه آمریکایی می‌گوید فساد گسترده دولتی و غارت منابع توسط حکمرانان هر دو کشور را در صحنه داخلی و بین‌المللی منزوی و گرفتار کرده. به نوشته فوربس، پرمخاطره بهترین واژه برای توصیف اوضاع کنونی در ایران است. این نشریه می نویسد رویدادها از آنجا آغاز شد که دولت ترامپ از توافق هسته‌ای برجام خارج شد. شباهت‌های ترسناکی بین بحران جاری در ایران و ونزوئلا و کشورهای دیگر که دچار بحران اقتصادی هستند وجود دارد. ارزش پول داخلی در بازار سیاه ضعیف‌تر از نرخ رسمی است. فساد و غارت از سوی دولت گسترده است. قوه قضایی غیر مستقل هر آنچه که دلالان قدرت بخواهند انجام می‌دهد. بیکاری در میان جوانان در حال افزایش است. تورم به سرعت بالا می‌رود. ذخیره ارزی در حال کاهش است و دسترسی به دلار محدود است. کشور در صحنه بین المللی منزوی است و مردم به سختی از عهده زندگی برمی آیند. خب آقای زمانیان، منم به شما سلام میکنم، خوشحالم که اینجا هستید. آقای زمانیان، آقا ما اینجا فقط دوستانی داریم که دلشون خوشه که به جای سلام میگن درود و به جای عکس میگن فرتور و نشستن نمیدونم این شمشیر کوروشه، اون سنگ حقوق زنای حامله بوده در زمان کوروش و به یه مش مزخرفات دروغ که هیچ پایه و اساسی نداره دل خوش کردن و از این ور بام فوش میدن به اونا که ما میایم چنین میکنیم و چنان میکنیم. ولی یه فیلمی رو گذاشتم روی فیسبوک که حالا میریم با هم دیگه نگاه میکنیم. چند دقیقه این فیلم رو نگاه کنید و ببینید که اونا چی میگن، اونا کجا هستن، ما کجا هستیم.
و همینجا دیدید که معمولا برنامه های ایرانی همه فکر میکنن من الان که برنامه دارم تمام رئیس جمهور آمریکا و معاون رئیس جمهور آمریکا نمیدونم رجوی و زنش و نمیدونم خامنه ای و رئیس جمهور روحانی و همه نشستن فقط برنامه منو نگاه میکنن و من یه هشداری میدم، چون دیروزم دیدم یکی از دوستان نوشته بود آخرین اخطار با آخوندا، ولی این آخوندا با این اوضاعی که در 40 سال گذشته حداقل، حالا 100 سال گذشته رو نمیگیم، از موقعی که تاریخ اصلا نوشته شده نمیگیم، بابا شعر به ما یاد دادن، ایوان مدائن یادتونه، ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. ولی اینا نمیدونم چرا درس نمیگیرن. آقای اکبری سلام بشون. خب این ویدیو رو شما نگاه کنی، این شیرزن که 2 تا پسرش شهید شدن، شوهرش شهید شده و 20 ساله در این انجمن شهر در ساز و هر چیزی که حالا اسمش میاره، نمیدونم شورای عالی دیگه چیه، در اونجا مشغول به کار هست. ببینید اونجا چه جوری صحبت میکنه. اون وقت یه سری عقب افتادایی مثل آقای داوود سپهر و دیگران اینجا چه مزخرفاتی رو بین خودشون عین حیوانهایی که نشخار میکنن با هم ببینید و بشنوید و نظرتون رو حتما بعدن، شاید من این شماره تلفنم بذارم اینجا، بذارید براتون اینو اینجا بذارم، شماره تلفن ما زیر این باشه که شما به غیر از این که تماشا میکنید بعدم بتونید زنگ بزنید نظر بدید، ما هم پخش کنیم و از نظر شما استفاده کنیم. این افکت 3 ویدیو، افکت 3 نه بابا، اوورلی 3 ببخشید، اوورلی 3 اینه 8. بعد شماره تلفنم آمد، بریم سراغ این خانم در تهران که ماهی 3 میلیون تومان داره اجاره منزل میده. بسم الله الرحمن الرحیم. من سباقچی هستم. بله. مدت 20 ساله که من در شورایاری خدمت میکنم. افتخاری ماشینم، بنزینش، رانندشم خودم، همش در خودم بودم و در اختیار شورایاری بودم. با سلام و عرض ادب و احترام به دوستان و عزیزانی که اینجا نشستن، تمام مشکلات محلات و شورایاری و همه رو دوستان مطرح کردن، بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. چیزی که من میخواستم بگم شما همه گفتید. چندین بارم من خدمت خانم امونی رسیدم، صحبت کردیم، با خانم خواجوی بودیم خدمت شما. من اگر اجازه بدید مشکلات مردم رو بگم، چون من سرمایه گذاری جانی توی مملکت کردم و دوست دارم مشکلات مردم رو در میون بذارم. مسئولین عزیز ما خیلی مملکت داری قشنگی کردن که واقعا قابل تحسین. از زمانی که آقای روحانی آمده ما در رفاه 100% داریم زندگی میکنیم. شهدا با رفتنشون گفتن همه ایران مال ماه، همه ملت، ما میریم که همه ملت در رفاه باشن. متاسفانه در رفاه که نیستن هیچ، در عذاب هم هستن. ای کاش آقای روحانی اینجور بود. از خدا میخوام یه روز با خودش صحبت کنم. ما راه پیمایی کردیم که شاه بره، دینمون درست بشه، جوانامون راحت زندگی کنه. متاسفانه دینمون که خراب شد، هیچ، فساد جامعه رو گرفت، هیچ، دزدامون زیاد شد، هیچ، بچه های جوانمون که آقای علمی هم میدونه 2 تا پسر 20 سالم شهید شده و همسرم شهید شده. ببینید من بچه هامو با دست خودم بردم زیر خاک نشوندم که این جوان راحت زندگی کنه. متاسفانه ما از هر دوتاش عقب موندیم، از دین عقب موندیم، از زندگی برای جوانامون عقب موندیم. من الان خودم 2 تا بچه دیگه دارم، 2 تاشونم بیکارم، کاری ندارم. گرانی به قدری زیاده خانم امانی، شاید شما گرانی رو ندونید، چون ناظر خرید براتون میخره میاره، آشپز میپزه، شما میخورید، ولی مردم بیچاره همه
تهمت نمیزنم، میگم دیگه شما این نوعی اینطوری. ببین اصلا مسئولین ما میتونن زندگیشون رو اداره کنن. مثلا الان شما حساب کن گوش کیلو 130 تومن، کی میتونه خرید داره؟ من دلم، من سرمایه گذاری جانی کردم که هم نوع من راحت زندگی کنن، نه در عذاب زندگی کنن. کرای خونه چهار رای نظام آباد، کرای خونه اون خانم جمالی میدونه 3,000,000 تومن، بنده الان دارم 3,500,000 تومن کرای خونه میدم. از کجا بیاریم؟ با توجه به اینکه گوشت کیلو 130 تومن، برنج کیلو 18 تومن، تازه ما طبقه 3 چیز رو میخوریم، پسته و فندق اینا که ما عکساش رو پشت شیشه ها دیگه مردم باید ببینن، اصلا مخصوصا برای خانواده شهدا. مادر شهید داره 1,400,000 تومان حقوق میگیره، از این 1,400,000 تومان کرایه خونه میده. من اصلا دلم میخواست اصلا خصوصی بشم با خانم امونی صحبت کنم، چندین بار خدمت رسیدم. 1,400,000 تومان میگیره، اینو هم باید کرایه خونه بده، هم باید مواد غذایی بگیره، هم هزینه دانشگاه بچه‌شو بده. نده تو خونه موندن، اینا باید چه کار کنن؟ تغذیهشون مونده. ببینید مثلا شهید من وقتی که رفت گفتم محسن نرو، مهدی رفته شهید شده کافیه. گفت مادر من وظیفه‌مو باید برم، من میرم که جوونا بعد از من راحت زندگی کنن. آیا جوونی هست که راحت زندگی کنه؟ مگر رابطه ای باشه، پدرش یه جایی کار بکنه، تو وزیری وکیلی جایی باشه رابطه ای ببرش، وگرنه محاله. دخترها موندن خونه جهیزیه ندارن، مرتب میرن درس میخونن. پسرها موندن خونه فوق لیسانس و دکتر، یکیش داماد خودم دکترا داره، کار الان نداره. که من رفتم پلو خانم آقای دکتر باقری، رفتم تو دارایی با اون صحبت کردم، مدرک تحصیلی داماد من با آقای دکتر باقری یکیه، ولی ایشون بیکاره. دکترا لیسانس و دکترا دارن، رفتم پمپ بنزین دارن کار میکنن. آیا درسته؟ پا رو خون شهدا گذاشتن و دارن راه میرن. هر قدمی که این مسئولین ما وردارن و بذارن، پا رو خون شهید میذارن. من نمیگذارم بترسن از آهی که در بیاد گاهی. من عکس تو بچه‌هامو همسرمو گذاشتم اونجا. شب که میخوام بخوابم میگم مهدی، محسن، حاج آقا، چند نفر امروز روم نداشتن؟ چند نفر امروز غذا نداشتن؟ چند نفر امروز شرمنده بچه‌هاشون بودن؟ من درک میکنم، ولی مسئول ما درک نمیکنه. بچه من رفت، من بچه‌مو بردم با دست خودم زیر خاک خوابوندم، ولی آقای مسئول بچه‌شو با دست خودش فرستاده اروپا. از آلمان و اروپا به من زنگ میزنن خانم صباغچی بچه‌هاشون کثافت‌کاری دارن اینجا میکنن، ولی بچه من راحت. این آقای علمی زندگی منو میدونه. بچه من وقتی رفته 12 بهمن رفته صحبت کرده، گفته آقایون مواظب باشید، اگر یه مادر شهیدی نفرین بکنه همه تون بیچاره اید. که داریم نفرین میکنیم، بنده خودم نفرین میکنم. اگر 5 دقیقه بچهش دیر بیاد خونه، بچه هر کدومتون 5 دقیقه اگر دیر بیاد خونه، برای تلاش برای پیدا کردنش، اگر خدایی نکرده بیمار باشه، برای تلاش برای درمانش میدوید. ولی من چی؟ من هیچ. من بچه ما بردم زیر خاک خوابوندم که شماها راحت باشید، بچه های شما راحت باشه، نه خودم راحت باشم. من الان مستاجرم، این خیالم نیست. الان مشکل دارم، این خیالم نیست. فقط دلم میخواد شما راحت باشید، دلم میخواد یه روز از راحتی صحبت بکنید. از زمان خانم نوری گفتم کار میکنم، فقط ترین که مسئولین که نمیدونن، فقط من میدونم و شماها میدونید که اون دنیایی هم هست. لااقل اون دنیا فاصله با شهدا زیاد نباشه، بتونم کنار شهدام را برم. ولی مسئولین اصلا اون دنیایی قبول نداره. اگر قبول داشته نه همه دزدی نمی کردن. از زمانی که شاه رفته ما داریم با بدبختی زندگی میکنیم. چرا میگیم شاه نفرین و فوش میدید؟ به اینایی که الان در حال حاضر هستن و دارن کار نمیکنن و سودجویی میکنن و حق ما رو میخورن، حق خانواده شهدا. من دیروز رفتم بنیاد شهید، خدا رو گواه میگیرم 10 تا کارت بنیاد شهید که خانم نمیتونست راه بره گرفتم بردم، تا زور درست کردم برگشتم نمردم. میگم خدای مهدی و محسن امروز برای شما کار کردم. ای کاش من میرفتم یه روز مجلس صحبت میکردم، میگفتم من کمبود مالی ندارم، ولی کمبود عزیز به قدری داره منو عذاب میده که خدا نصیب هیچ مادری نکنه،
هیچ مادری داغ عزیز نبینه. بهترین بچه، بچه‌ای که 19 سالش بود، من دعواش کردم، می‌خواستم دعواش کنم، بچه‌ها دیگه گفتن محسن فرار کن، مادر می‌خواد بیاد دعوات کنه. گفت نه، من من فرار نمی‌کنم. من همین جا وای میسم تا مادر منو اگه میخواد کتکم بزنه آرامش داشته باشه. من خجالت کشیدم، گفتم محسن خوبی میرید شهید میشی، من میمونم بدون بچه. برگشت گفت مادر، گفت من خوبم میرم شهید میشم. گفتم بله. گفت من شما نمیری میوارا زیر رو میکنی بهترینشو برمیداری، یعنی خدا زیر رو نکنه بهترینشو برداره. من اگر خوبم، تو را به خدا به مسئولین خانم امانی برسیم. یه روز اجازه بدیم من بیام اونجا با این مسئولین صحبت کنم، بگم خدا رو گواه میگیرم، اون دنیا جلوتون رو میگیرم، وای میستم، میگم من برای خودم چی نمیخوام، ولی برای خانواده شهدایی که عزیزاشون رو از دست دادن. نمیدونید ما چه بدبختی بچه‌ها، گرم گرم بچه‌ها که بزرگ شده ما لذت بردیم، هر کلاسشون رفته بالا ما لذت بردیم. الان پسر من سخنرانه، آقای علمی در جریان هست. این وقتی میره تو مسجد صحبت میکنه با تمام وجودش صحبت میکنه، میگه خدا به فریادتون برسه که از اون دنیاتون خبر ندارید، اگر خبر داشتید این کارا نمیکردید. ما زیادم از اون آقایونی که مسئولن الان لباس شخصی تنشونه زیاد من گله من نیستم، چون من انتظاری از اون ندارم، انتظار از این دارم که لباس روحانی تنشه. پریروز من دعوت کردن فرهنگسرای نیاوران، رفتم اونجا، آخونده اومده با یه قری میده و میره با می... گفتم چی اینقدر صحبت میکنی اینطور می... یکی از حرفات عمل داری؟ هیچ کدوم. حرفایی که ما میزنیم اگر عمل بکنیم ما به نتیجه در غیر ما چه سیر نمیشیم از صحبتهای شما، تذکرات شما. اینا بعد از عید، خانم امانی من خواب دیدم بعد از عید همه رفتنی هم. همهشون باید برن، چون برای ما کار نکرد. جاش میخواید چی کار کنید حالا؟ خب اولا هر کسی این فیلم برداری رو انجام داده حرفه‌ای نبوده، چون وقتی توی جلسه یه نفر صحبت میکنه یه شاتی به نام ریاکشن شات هست، باید شات بگیرن، افراد رو نشون بدن، بعد عکس العمل مردم رو در رابطه با شنید این صحبت توی اونجا نشون بدن. دو سه بار این خانم میگه خانم امانی، باید این ترکمون خانم امانی رو نشون بدن که آشپز براش میپزه و نمیدونم مستشار براش میخره و اینها. و ببینید دوستان، هم آقای سلیمانی نوشته تو روح پدر هرچه دزد مسئولین خیانتکار جنایتکار، لعنت خدا و خلق قهرمان ایران بر شما باد، دسته دزدان کسافت. خانم تنازی نوشته ملاها و مسئولین خوب میدونن که دنیای دیگه‌ای وجود نداره. باریکلا، این همین حرفی که این خانم زد. به همه اینا گفت من و شما به دنیای دیگه‌ای باور داریم، ولی اونا میدونن که دنیایی نیست. و سلیمانی میگه، آقای سلیمانی میگه به خدایی که من ایمان دارم و در همین دنیا یقه‌های آلوده شما رو خواهند گرفت. منم به این باور دارم. همین که فلان بچه که این خانم میگه بهش گزارش میدن داره اونجا کثافت کاری میکنه، آرش صبحانی بود، یه کسی میگه من از 12 سالگی رفتم خارج و حالا پول میریخ رو سر دخترها و اینا یا معتاد شدن یا میگیرنشون یا درگیر مسائل این ورور هستن. اون بچه زاکری بود، این همه پول جابجا کرده بود و اینها، بعد بچه رو گرفتن انداختن زندان، حالا گویا در زندان آدم شد و اومده بیرون ازدواج کرده و اینا بماند، ولی اینا تقاضا پس میدن. ولی واقعا خاک بر سر شما آخوندا، خاک بر سر بچه هاتون که اگه اونا غیرت داشتن بعضی هاشون باید قید پول شما رو میزدن و بهتون میگفتن ما خجالت میکشیم که بچه شما باشیم. ولی پول، دارایی، قدرت متاسفانه اونها رو فاسد کرده. و باز هم دوستان، اگر از دست این آخوندا ناراحت هستید، یادتون باشه چه کسانی باعث شدن اینا بیان. افرادی مثل آقای داوود سپهر با شمشیر نمیدونم کوروش و اینایی که دوربر شاه بودن، هی شاه شاه سایه شاهه، که اونم فکر کرد حالا شده خایه شاه، اونا این آخوندها را آوردن. ولی این آخوندها حالا هر گوی اینا را آورده، اگر انقدر یه ذره سر سوزن وجدان داشتن میگفتن آقا ما که اومدیم بر این سفره گسترده داریم میخوریم و میبریم، بابا به صاحب خونه هم یه چیزی بدیم که این از گرسنگی نمیره.
نشینیم اینجا بخوریم ظرفا و خوراکم برداریم ببریم سفره‌رم پاره کنیم خراب کنیم. چه خواهد شد نمیدونم، ولی خود خمینی یه ویدیوی کوتاهی داره که همون اوائل گفته اگر این مردم بفهمند که ما بهشون خیانت کردیم ما رو تکه تکه میکنن. آقای خمینی هم شما خیانت کردی به مردم، هم این آخوندهایی که این خانم به درستی توضیح داد میان غیر میدن و میرن و آخونده رو نگاه کنید زیر ابروش رو برداشته ریششون مثل که با چی میگن با این چیزا اینجوری اینجوری مثل خانم ها که ابروشون رو میکشن یا بند انداخته، بعد میاد لباس های آنچنانی پارچه های آنچنانی. بله آقای مانی منم به شما سلام میکنم و درود بر شما. خبرهای از ایران دارم که دولت روحانی تا تیر ماه برکنار میشود. والا شیرازی ها میگن گو بره گو میره سنده به جاش. اون فلسفه ای که شاه بره هر کی میخواد بیاد رو هیچ وقت شیرازی ها نگفتن، گفتن آقا این یکی میره یه لجنتر از این میاد و همینم شد. و اون خانمه دیدید آخرش میگه خب حالا اینا برن کی بیاد، یکی بلند شو بگه آقا تو پتیاره بلند شو از اینجا برو، این خانمه باید بشه رئیس این جلسه، این خانمه بره توی مجلس، این خانمه بره آبروی نداشته روحانی رو ببره. حتما یه تاپوی گنده‌ای نشسته اونجا، ببرالپلنگ نمیدونم چی میگن، پلنگ و سلطنه ببرالسلطنه نشسته اونجا، این همه بهش گفت آخرش میگه حال اینا برن کی بیا. خب اونم حتما پارتی بازی اینا اومده لابد سر کار و بالاخره طرفدار رژیم باید باشه. خب اینم از این ماجرا داشباس رو نشون دادیم. ویدیویی هست از آقای سهراب چمنارا روی فیسبوک گذاشتم، بذارید من بهتون نشون بدم در صفحه مردم تیویه، چون من یه صفحه شخصی دارم که بیشتر سعی میکنم هم شخصی نگهش دارم، یه صفحه دارم مردم تیوی. حالا اگه یه روزی ما این مردم تیوی افرادی آمدن مثل آقای خوشنودی مثل آقای سلیمانی ادمین شدن، کلیدو میدیم دست اونا میگیم آقا شما جوانتری سلیمانی نمیدونم چند سالت آقای سلیمانی، من 63 شدم ولی خوشنودی میدونم جوانتر از من، میگم شما جوانتری صبح زودتر بیا ما بعدن میایم اونجا. ضمن این که همیشه ما میدونیم جوونا احتیاج به خواب بیشتری دارن، معمولا پیرمردا هستن که میگه که ما بعدن میریم انقدر میخوابیم که حالا هر چی میتونیم باید بیدار باشیم. در هر صورت اگر کسی پیدا بشه که ادمین یا به ادمین چی میشه بگیم مثل هیئت امنا، کسی که بهش اطمینان داشته باشیم که مثلا در حین برنامه بگیم آقای خوشنودی شما برای مردم جواب بنویس ما کاری نداشته باشیم، آقای سلیمانی دیگه شما نظرات ما رو میدونی، شما هر کی آمد گفت اینجوری بگو خیلی ممنون که بیننده ما هستی بیا تو برنامه صحبت کن. و اما ویدیوی آقای سهراب چمنارا، بذارید مردم تیوی رو بهتون نشون بدم. وقتی میان اینجا آقای چمنارا توی چندین رادیو تلویزیون مختلف برنامه داشته، از تلویزیون میهن سعید بهبانی معتاد گرفته تا رادیو تلویزیون ما مانی تا هر جا که بگید ایشون با کمال میل دعوت رو میپذیره و میره اونجا حرفش رو میزنه. ولی یه جایی الان هست که خب بیننده‌ای به اون صورت زیادی نیست و اینا، و ایشون هر وقت برنامه داره میگه به ما که خرجش هم میده، خرج اینجا 10 دلاره، 10 دلار برای چیز هست، مثلا 5 دلار برای توییتر، اینا 10-15 دلار میدن که ما اون 2-3 دقیقه‌ای که وقت میذاریم حداقل دلمون خوش باشه که یه کسی به فکر ما هست. گفتم بهتون یه دوستی گفت من در این ایام زمستان و اینها هم کار کمه، هم اونایی که براشون کار کردم به هم پول نمیدن و ما بارها فریاد زده بودیم که آقا خانم شما لطف کن ماهی 10 دلار، ماهی 20 دلار، ماهی 30 دلار، ماهی 40 دلار، ماهی 50 دلار بفرست، به جایی که 100 دلار بفرستی 200 دلار بفرستی بعد نفرستی. ما کارمند دولت بودیم، عادت کردیم به یک آب باریک بیاد، بر اساس اون آب باریک جیره بندی کنیم، بگیم آقا این آقا 10 دلار میده، اون آقا 20 دلار میده، این آقا 30 دلار میده، این 60 دلار، این 60 دلار رو ما میدیم مثلا برای ما با تفاوت اینترنت معمولی با اینترنت نمیدونم استاتیک یا ثابت.
اون آقا اینقدر میده برای اون. این دوستان کجدار مریض میان و نمیتونیم ما به مردم هم بگیم خب شما اگه این کارو نکنیم ما هم نمیایم فلان. این عشقیه که ما داریم. بماند فقر، فلاکت و بحران، سه وسیله حکومت آخوند با سیل و تحریم سپاه تکمیل تر می شود. دیدید که انقدر تو گوش همدیگه قرم قرم کردیم که نمیدونم اینا عربن، اینا فلانن، اینا فلانن، تا آخر قشنگ برامون سپاهی های عرب هم آوردن و دیگه حالا شما عادت کردی چون خودتون شنیدید، خودتون آماده بودید. میگم این کلمه میگن انقدر قرم قرم میگن که بعد به طرف میگن قرم ساق، خیلی بهش بر نمیخوره. دیروز دیدم آقای بابک هروی با اون شور و هیجان نوشته بود و که بله این ارتش عراق آمده اونجا. گفتم بابک جون بلند شو بریم، الان دیگه سپاه پاسدارانم لیست تروریستا هست، پدرشون رو در بیاریم. بعد نوشتم وید امینید، هی سب کن، من که پیر مردم نمیتونم، تام که فکر نمی کنم بری، یا تو برو من اینجا هستم. آقا اینجوری کار نمی کنه آقا بابک، شما هر چی میخوای بشین تو خونه کالیفرنیا، عکس بنز زیباتو بنداز، عکس اسلحتو بنداز و به اینها فوش بده. اینجوری فایده نداره. ای کاش خمینی هم نشسته بود تو عراق فوش میداد، ای کاش خمینی هم نشسته بود تو پاریس فوش میداد، ولی رفتند و کردند. تا نروی کاری انجام نمیشه. میگن که من شست ماه آینده 61 و من این کاره نیستم. شما ماشالله پوستت کلفت. نه عادت میکنی، کار نیکو کردن است، پر کردن است. شما 4 بار که بیای بنویسی و اینها جواب بدی و این چیزا عادت میکنی. در هر صورت خوشحال میشم، مخصوصا شما خیلی اطلاعات و معلومات عمومی خیلی خوبه. اون روزم با تو برنامه آقای مینویی دوشنبه در رابطه با چند ترم یا چند دوره رئیس جمهور آمریکا میتونه بیاد نامزد بشه و انتخاب بشه، من به اشتباه گفتم که 3 دوره و یه رئیس جمهوری هم شده 3 دوره. شما گفتید که اون استثناء بوده و بعدم دیگه قانون گذاشتن که هیچ کس تحت هیچ شرایطی بیشتر از 2 دوره که 8 ساله نمیتونه باشه، مگر بعضی ها میشه 10 سال. حالا اون کیه میشه 10 سال؟ ممکنه نخست وزیری بیاد به جای یک رئیس جمهور مثل کندی که مثلا مرد، اون فورد بود کی بود اومد جاش، جانسون بود کی بود اون اومد به جاش، بعد این مدتی که به عنوان رئیس جمهور اون داره کار میکنه حساب نمیشه پاش. چی میگفتن؟ مستمع آزاده. خودش به اضافه این زمان میتونه 2 دوره دیگه که 8 ساله با این زمان میشه مثلا 10 سال. اینها 10 سال ممنونم و فعلا ما دعوت کردیم از شما، این رین چک و نگه دار، هر وقت خواستی بگو من میتونم ادمین باشم، ما این کلید رو میدیم دست شما و ادمین باش. خوشنودی میره سر کار، بعض وقتا سر کار و گرفتار و اینها، بعد یک کمی هم تون مزاجه. و چه فخرآوره مسکه، نوشته بود که نقل گوشت، این خانم گفت گوشت 130,000 تومان. خوشنودی نوشته بود که پدرش در شیراز فلکه فخرآباد 130,000 تومان یه خونه خریده بوده. این فلکه فخرآباد مهدی شکرپور و داداشش چی بود خدایا، فوتبالیستای خوبی بودن و اینها، اون غلام پیروانی و اینها بودن و من چون پسرمم تو خیابون فخرآباد زندگی میکرد، یکی از پاتوقای من خیابون فخرآباد بود. اون بستنی فروشی هم بود نزدیک مسجد و اینها، عجب بستنی بود. بعد یه چیزی دیگه هم بود، توی شیراز به چغور پغور میگن توتوه، یعنی تاوه، اینم تو تاوه دارن درست میکنن. وقتی اینا من نمیدونم چی کار کردن، مثل خوراک مکزیکی ها هست که از اون دور که میاره همینجوری داره جلز ولز میکنه، نمیدونم آب میریختن گاهی وقتی روش، یه دفعه یه بخار سفیدی بلند میشد، فکر کنم منتظر مثل این سرخپوستای اینجا هستن که با دود پیام میفرستن، میدونید که یک روشی دارن دودو میگیرن میفرستن و اینها، حتی کلیسا هم از این استفاده میکنه، دود سیاه، دود خاکستری، دود سفید اینا. و این
چغول پغول فروشا یا تودلی، هر چی اسم بگی، بعضیا میگن تودلیه این، بعضیا میگن چغول پغوره. تو شیراز ما با اسم توتووی باش بزرگ شدیم. بعد خیلی هم پدر مادرمون میگفتن نخور اینا مریض میشین، ولی این انقدر پیاز توش بود که هیچ کس مریض نمیشد. خلاصه یک کاری میکردن، گاهی وقتی یک دود، یک بخار سفیدی بلند میشد و بوش همه خیابون رو میگرفت که دیگه هر کی هم پولی گذاشته بود تو جیبش برای یه چیز دیگه میرفت، حالا بستگی به وسقش، یه قرون، 2000، 5000 یه چیز میخرید. داریم صحبت از پول میکنیم و گرونی و اینا. قرار شده 4-0 از پول ایران رو حذف کنه. یکی که اولا ما تقریبا 2 واحد پول داشتیم، حتی میشه بگیم 3 واحد، اون اوائل یادتونه، حتی میتونیم بگیم 4 واحد، دینار و شاهی و ریال و تومان. بعد خیلی ها نمیدونن این ریال از حکومت اسپانیایی ها به ما رسیده، هنوز هم خود اونا میگن ریال، یه واحد پول اینجوریه. بعد یه تغییراتی انجام شد، تومن اومد، الان میخوان این 4-0 رو وردارن. خیلی از کشورها این کار رو انجام دادن، اگه اشتباه نکنم ایتالیا این کار کرده، مکزیک این کار کرده. این یکی از راههایی که تورم رو نمیتونم بگم کنترل میکنن، مثل که میدونی مثل چیه، مثل قرص آسپرینه که اصلا شما دندون درد داری، مادر قرص بهت میده میگه فعلا بذارش اینجا تا صبح ببرم به دکتر. حالا اگر شما رو صبح بردن دکتر و اون دکتر هم دندون کشید و درستش کرد و اینا، خوب میشه، ولی اگه نشود ممکنه حتی چرک کنه و فلان اینها بماند. حالا ببینیم این واحد پول عوض نمیشه، اولا میخوان دیگه ریال از بین ببرن، همه بگن تومن، بعد 4-0 هم زده بشه، یعنی این گوشت 130,000 تومان برمیگرده به کیلو 13 تومان. درست میگم؟ حالا میخونم براتون. میگه بستنی فخرآباد هنوز هست، معروف و مشتری هم زیاد داره، همیشه شلوغه و توی صفن مردم. خب آقای سلیمانی، اون میگه جرارد فورد بود، مرسی. آقای سلیمانی توضیح میده مدت معاون رئیس جمهور که قدرت را در دست میگیرد باید 2 سال 1 روز کم باشد که بتواند 2 دوره دیگر هم رئیس جمهور شود، وگرنه اگر از 2 سال 1 روز هم بیشتر معاونت کرده باشد دیگر فقط 1 دوره میتواند انتخاب شود. اینم از این. بله، آخرین مرحله ورشکستگی یک کشور برداشتن صفرهای پول است. با شما هم عقیده نیستم آقای اکبری، خیلی ها این کار کردن بعد تونستن خودشون رو جمع کنن، حالا نظر دیگران چی باشه من نمیدونم، شاید هم شما درست بگی، ولی من قبول ندارم این حرف شما رو. اگه اینها به موقع انجام بدن، بعد توضیح بدن برای مردم، بعد از این برم یه مقداری کاراشون رو واقعا دیگه دست بکشن، بعد از این گزارش اون خانم جوانی که اون روز نشون دادم، بعد گزارش این، ضمناً این ویدیو رو دوستمون از خلیج فارس فرستاده بود، تشکر میکنم ازشون، با وجود که اشکال داشت اول نتونستن اینها، گویا از یک دستگاه دیگه فرستادن و ما تونستیم پخش کنیم، ممنونم از ایشون. و امروز برنامه عقل بشر، گفتار عقل بشر از خلیج فارس رو براتون پخش میکنم تا 8 دقیقه دیگه. ایتالیا را اتحادیه اروپا به جانش رسید. جاهای دیگه هم بودن آقای اکبر، جاهای دیگه هم بودن، اذیت نکن. حالا بذار یه نور امیدی در این آخر تونل ما به چشمون خورده، بعد میریم جلو میبینیم یه نفر با چراغ قوه که اونم از اون ور نور این ور رو دیده. بماند. ترامپ و هواپیمای آبکش، این واقعا این مردک شالاتان مایه شرم و خجالت ماها شد. گفتم چه خاکی بر سرمون کن، گفتیم ایران جمهوری میشه، دیدیم چه رئیس جمهورایی یکی پس از دیگری آمدند و گند زد. آمدیم آمریکا، گفتیم اوفه، رسیدیم به یه جایی درست حسابی، این مردکه آمد، دیدیم اینجا هم درست حسابی نیست. نشسته توی جلسه ای دوشنبه، بهش خبر دادن که نوتردام داره میسوزه، آمده میگه که اینا هر چه زودتر باید خاموشش کنن، به نظر من باید با هواپیمای آبکش برن اون بالا آب بریزن رو سرش.
این یه چیزی دیده، با هواپیما میرن اون گرد نارنجی رنگ رو میریزن، اون برای آتش سوزی جنگله. و الا شما با هواپیما که نمیتونی وسط شهر پاریس بری بعد یه چیزی رو تلاپی بندازی این بیفته درست تو کلیسا، اونم هواپیمای آببر که سنگین میشه فوری. از اون برم اصلا این مردک میدون چیه بعدتون نیاتا، من یاد شاه میندازه، من یاد ولایت فقیه میندازه، اینایی که همشون فکر میکنن از پشکل تا بمب اتم رو میدونن و نمیخوانم خفه بشن، یکم صبر کنن ببینن چی میشه بر اساس علت و معلول و چی شد صحبت کنن. هواپیمای 737 حالا چند تاش افتاده سقوط کرده، خود این دیگه کارخونش گفته آقا اینا وایسن تو ما درستش کنیم، این آقا اومده بحرالعلوم گفته که من اگر جای این شرکت بوئینگ بودم اسم این هواپیما رو عوض میکردم، یکم هم دست به سر روش میکشیدم. یعنی این مردک فکر میکنه اینم استیک. حالا جالب اینه این گوشت میخواست بفروشه نتونست، ودکا میخواست بفروشه نتونست، دانشگاه میخواست باز کنه نتونست، هواپیمایی میخواست باز کنه نتونست، کتاب میخواست چاپ کنه نتونست، مجبور شد کتابای خودش بخره. وای بر اونایی که امید و آرزو دارن به ترامپ. یعنی اول باید به مغز خودتون، به عقل خودتون شک کنید که چه چیزی تو مغز من هست که به یک دزد شارلاتان که دزد موفقی هم نیست، هرچی دزدیده از بس تو کثافت کاری ها از دست داده امروز میترسه حتی ورقای مالیاتیشو بیاره، ولی پا گذاشتن رو دمش حسابی. و شما میدونی مار رو میخوای بگیری دمشو میگیری، هی مار میخواد برگرده به شما نیش بزنه، هی باید تکونش بدی. اینا دم اینو گرفتن دارن تکون میدن، انقدر دمشو تکون دادن که دیروز پسرش نوشته که اینا از دوچه بانک میخوان نمیدونم سپینا بگیرن. سپینا یعنی شما یه کسی رو که بهش میگی باید بیای دادگاه شهادت بدی، اینا نمیدونم فلان بیساره. بعد طرف گفت میدونید چرا؟ برای که میدونه گند خودشو باباشو خانوادهش داره در میاد، چون تا پای دوچه بانک برسه به مجلس و گواهی دادن و شهادت دادن گند اون پولایی رو که سفید کار میکنن پولشویی میکنن از روسیه که شندن آوردن این ور اون ور، گند اون واما و لونایی رو که داماد این گرفته، پسر این گرفته، خود عقب افتادش گرفته، میاد بالا میاد بیرون. و متاسفم که یک سری که تو سنا هستن این جمهوری خواها اینقدر بی ناموس، انقدر بی غیرت، انقدر خودفروش شدن که برای این صندلی کثیف مجلس سنا و انتخابات دلا شدن. حالا هر کاری سرشون میخواد بیاره در حال دلایی بمانند، دلا شدن که این پا بذار روشون. برداشتن صفر از اول از پول رایج مملکت، درست میگی، برزیل، نیدرلند، ترکیه، زیمبابوه و ایران. چون مقاله طولانی هست بعدن بخون. چشم، خیلی ممنون. ممنونم از سعید عزیز. سعید بیا ادمین بشو، اولا هر روزی که هستی شما جواب بده. یکی میاد میگه آقای سوربی چرا از فلان نمیگویی، بگو سوربی در آن رابطه خبر ندارد. شما بیا بگو دیدید اون آقایه، آقا چرا از اونها نمیگید؟ گفتم که خب شما بیا بگو. گفت نه دیگران میگن. گفتم ما اینجا چیزی میگیم که جدید باشه یا حداقل انقدر ارزش و بها داشته باشه که شما بتونید دربارش فکر کنی، صحبت کنی، نه بگی آقا این که همون برنامه‌ای که این سعید معتادم دیروز گفت بمانه. به قول شما آلکاپون هم IRS فقط حریفش شد. بله آلکاپون هم IRS حریفش شد و الان هم دارن همین روش رو اجرا میکنن. اجازه بدین ما اینجا دکمه کتمون رو باز کنیم که بله اینجا هم بیا تو راحت تر باشیم، مثل که حرف که میزنیم چاق میشیم در حین برنامه. اجازه اینو بزنیم اینجا و اما بریم سراغ نوشته ها. صحبت از آقای سهراب چمنارا بود. این فیلم رو که روی فیسبوک هست، بالاترین هست، توییتر هست،
تویتر مردم تیوی هم نسبتاً فعاله. فقر، فلاکت، بحران، سه وسیله حکومت آخوند با سیل و تحریم سپاه تکمیل تر می شود. یعنی دیگه هرچی می خواستن الان آماده شده براشون. این هم از این. خب بیاییم ببینیم که ترامپ و هواپیمای آبکش دیشب مسخرش می کردن تلویزیون های اینجا، گفتن لابد ترامپ فکر کرده مردم تو فرانسه نشستن مثلا حالا داره این میسوزه، میگن چی شد این ترامپ چرا توییتر نفرستاد، ما نمیدونیم چه خاکی بر سرون کنیم. اوه گفته هواپیمای آبکش بفرستید. یه عده هم میگفتن آقا چرا هلیکوپترها نمیرن اون بالا. آقا وقتی هوا گرم اینجوری داره میسوزه، اونایی هم که شما میبینید میره تو جنگل میریزه، میره دورتر که گرما نیست میریزه، میگه این باد و حرکت چیز و اینا میرسونه اونجا. ولی یه ساختمون انقدی وسط، من رفتم، من اتفاقا سه بار رفتم این نوترودامو، چون جای بسیار قشنگیه. اون بغلش نونواییشو بیشتر دوست دارم، احتمالا خانم بهیه جیلانی میدونه. اون فصلی که من اونجا بودم یک چادر زده بودن و اونجا نون و کالباس و اینها، عاشق نون و کالباس و کردکات و اینا هستم. بعد شبش از اونجا که شما رد میشی میری اون ور رودخونه، یه جایی مثلا فوسگاردن، مثل ساخسن هاوزن آلمان، میری اونجا همه دارن تا 3 صبح 4 صبح عربا دارن خوراک میپزن، ترکا دارن خوراک میپزن و اینها، شما هم مشروب میخوری اینها. و من در این 5 روزی که فرانسه بودم 3 بار رفتم نوترودام. یه بار رفتم داخلش، خب مثل همه کلیساها یه مشت مجسمه و فلان اینها، بیرون نگاه کردم واقعا یه چیز عظیم و بزرگی هست، چون میگن 200 سال طول کشیده. شمارهای زیادی شنیدیم، اول گفتن 12 میلیون ویزیتور یا توریست میاد در سال اینجا، بعد گفتن 20 میلیون، بعد شد 13 میلیون، بعد گفتن 100 سال طول کشیده درست کردن، بعد گفتن 200 سال طول کشیده. ولی این کلیسا انقدر بزرگ و عظمت داره که مثلا ناپلئون اونجا تاج گذاری کرده و خیلی از مراسم‌های بزرگ دیگه اونجا انجام شده. حالا ببینیم چه کار میکنن، باید صبر کرد و دید. سوربی، به قول دوستت ما اینجا نشستیم ماست خودمون را میخوریم، سردرد درست نکن. ای خدا بگم چه کار کنیم. جناب سوربی، با خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های بیشتر، حتی مردم ایران که از حکومت بیزارند دیگر زیاد دنبال شورش نیستن. آی گفتی. اینم باز به طرفداران نادان ترامپ که ما گفتیم آقا اینا به نفع آخوندا میشه، این برجام و اینا صدای مردم رو یا ترسشون رو ریخته بود، حرف میزدن. الان وقتی این میاد میگن هیچی نگیا، این داره میاد. برعکس مردم هم اون حس وطن پرستی، حس کسی خارجی ما زور نگر رو داخلشون به اصطلاح زیاد میکنن و هیچ میشه. همین که شما میبینی دوستان عزیز، ساعت 3:01 بعد از ظهر نیویورک هست، بریم. بله، ژان دارک در نوتردام مقام قدیسی گرفت. واو، اینو من نمیدونستم. ژان دارک که آتیشی زدن دیگه، نه اون بود یا آخه اینقدر این کلیسا ظلم کرده از اون کی بود مال کره زمین و اینها، خدایا. و حالا بازم به نفع کلیسا شد. این وسط الان میگن برای عید پاک نمیدونم اگه اونجا برنامه بذاری 700 میلیون دلار که جمع کرده این حاج آقام که پری روزا پای سودانی ها رو ماچ کرد، حالا لابد میاد اونجا سخنرانی میکنه و باز به نفع اینا شد، مظلوم نمایی و یا علی مدد. بله، این ژان دارک همونه که فکر کنم خانمی بود که آزادی خواه بود و اینا، کشتنش. بعدن همین کلیسا و اینا آمدن بهش قدیسی دادن. من داستانا رو خیلی دنبال نمی کنم و یادم نمیمونه، دلیلش اینه. بریم سراغ این گفتگوی، چرا میگم گفتگو، ایشون گفت الان بعد گویش رو شما بعدن میتونید تماس بگیرید. این گفتگوی عقل بشر رو میتونیم با هم بشنویم و از دقیقه 15 ایشون از من خواهش کرده یا خواستند که عکس هایی رو هم نشون بدم به شما. این توهم عقل بشر، گفتار عقل بشر. بذارید من این نوا رو دانلود کنم. بله، با هم بشنویم.
حاضر. ما دیگه عادت کردیم این کلا رو دستمون میکنیم زیرش که ماوس صدا نده. آقا صدا بده، همه میدونن صدای ماوسه دیگه. سلام بر شما ارجمندان، بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم که در چند گفتار گذشته با شنیدن سخنان ملال آور اقتصاد با ما بودید. گفتار امروز را در دو بخش خدمتتان می تقدیمم. در بخش اول یکی از نتیجه های سیاسی اقتصاد بر جهان امروز را به طور خلاصه می شرحم. در بخش دوم پس از پیش گفتاری شما را به خاور قاره آسیا می برم. در تسلط برخیش داشتن تسلط بر عقل نمایان می شود، یعنی وقتی فردی بر خود توانست مسلط گردد و روان سرکش را از گرایش خارج از حدود عقل دور نماید، بزرگترین کار را انجام داده. مثلا گرسنه باشد و به خوراک حمله نکند، تهی‌دست باشد و پولی بیابد و آن را نرباید، در کشوری فاسد مقام داشته باشد و پلیدان نپیوندد، شهوت داشته باشد و به کسی تجاوز نکند، خشمگین باشد و آرامی به اختیارد. کسانی که اجتماع بشری را چوپانی می کنند خارج از رفتار بشر فعالیت نمی کنند، آنها انسان هستند، به خارج بودن مغز از توان خیش آشنا نمی باشند. مانند دیگر انسان ها وقتی قدرت پول و یا مقام یافتند خود را بالاترین دانسته و دست به کارهایی می زنند بدون اندیشیدن به عاقبتش. مادامی که توان دارند به آنچه احساساتشان می خواهد می اقدامند، برای مسائل دیگر اعتباری نمی ارجند. در کنار توطئه ها و کشتارهای سیاسی در سراسر دنیا، یکی از کارهایی که گروه مخفی حاکم بر این کره انجام داده اند تأسیس اسرائیل است. مهاجرت کلیمیان به فلسطین و خارج کردن مردمانش و ساختن کشوری به نام اسرائیل بر پایه افسانه‌های تاریخی یک اقدام اشغالگرانه و استعماری است. متأسفانه درباره استعمارهای نوین در ایران در تاریخ به ما چیزی نمی آموزند. یکی از نیروهای استعمار جنوب ایران پرتغالی‌ها بودند که در حدود 140 سال همه دو کناره‌های ساحل خلیج فارس را اشغال داشتند. پرتغالی‌ها رفتند، انگلیسی‌ها آمدند، آنها هم رفتند. نیروی استعماری در کشورهای وارث تمدن توان باقی ماندن همیشگی را ندارد. اسرائیل از این وضع مستثنی نیست. سازندگان و اداره کنندگان اسرائیل به خوبی می دانند که نمی توانند برای همیشه در فلسطین بمانند. اگر با صلح با فلسطینی ها می زیستند، در میانشان آب شده و پس از چند نسل عرب و فلسطینی شده بودند. بنابراین به هر بهانه جنگ راه می اندازند و همواره با همسایگان در ستیزند و یا به فریبکاری جهت بالا مقاوی آنان را زیر نفوذ خود قرار می دهند. اروپاییان مهاجر به آمریکا و قاره استرالیا و نیوزیلند توانستند در آنجا اقامت و کشور به تأسیسند، زیرا در آن سرزمین ها تمدن باستانی جهانی وجود نداشت، مردمانش عمق سازندگی نداشتند، در پیشرفت تمدن انسان مؤثر و همکار نبودند. تمدن آنکا در آمریکای جنوبی دوام نیافت و با دیگر قاره ها تماسی نداشت. اما فلسطین تمدنی هزاران ساله دارد، مردمانش وارثین این تمدن هستند، مانند سرخپوستان آمریکا و ابریجینیوهای استرالیا و مایای نیوزیلند نمی شود اعتبارشان نمود. علت تأسیس اسرائیل همین پول و بودنش در دست کلیمیان بود. حوض کردند که کشوری برای خود بسازند، از میان زمینهای پیشنهادی فلسطین را برگزیدند تا به اشغالگریشان بهانه و منطق دینی بدهند. با اینکه در اسرائیل دانشمندان پیشرفت‌های بسیار کرده اند و در زمینه‌های گوناگون جلوند، نمی توانند مردم فلسطین و منطقه را گله کنند. استفاده از زور تا حدودی موفقیت می آورد، لکن به هیچ وجه همه جانبه و همیشگی نیست.
نمیتوان مردم را در حالت جنگ دائمی نگه داشت. کلیمی های سنتی در جهان و کلیمیان فلسطینی با تأسیس کشوری برای یهودی ها مخالفند. آمریکایی هایی که مخالف کمک مادی به اسرائیل هستند هر روز افزونی میابند. به تأثیر سازمان آیپک در سیاست خارجی کشورشان مطلع تر میشوند و با آن مخالفت میورزند. به پرداخت ثروت ملی به یک نیروی استعمارگر معترضند. این نیروهای مخفی خواهان شناخت انسان و حتمی تغییرش نیستند. دلار و اسکناس‌های تابعش توانسته با هزاران نیرنگ و فریب زمین ملتی را برباید و مردمانی را با پخش معیارهای تبلیغاتی در آن بگمارد. تاریخ نشان داده که چنین اقدامهای جاویدان نخواهد بود. ادامه ها و ها و خواسته و ناخواسته سستی روزی سر می رسد. اسرائیل ضعیف گشته و آنگاه برای مردمانش که فریب تبلیغات را خورده اند باید چاره ای بیندیشند. با استناد به تاریخ منطقه جمع کردن بساط استعماری آخرین مجریش را باید انتظار داشت. بخش دوم گفتار امروز را با انتقاد از خودمان شروع می کنم. ایرانیان در درجه اول به علت تکزبانی و در درجه دوم به علت معیارهای اجتماعی جاری در میان مردم و جا ساخته در بیشعوری از دیگر مسائل دنیا بی اطلاع هست. به اضافه بر عدم علاقه به فراگیری غرور اجتماعی چنان گریبانمان شده که از دیدن و شنیدن دیگر اندیشه ها بیزاریم. همه چیز را بنابر انباشته های بیشعوری مقایسه و ارزش می نهیم. ایده های نوین و یا مخالف و یا دیگر را قبل از شناسایی فوراً رد می کنیم. دلیل این رفتار را در ضد و نقیض رفتارمان می توان یافت که خودمان نمی احساسیم. از طرفی ادعای میهن پرستی و آمادگی فدای شدن برایش را تظاهر می کنیم و از طرفی دیگر در هم میهنان سبب میابیم که مسخرشان کرده و جک برایشان بسازیم. جک ها از لهجه و رفتار و عادتهایشان بسیار معمول شده و همه ما به شنیدن و تکرار و خندیدن به آن علاقمندیم. نشان دیگر این متناقض‌های پندارمان رفتار ایرانیان با دیگر اندیشمندان است. ما و همه ملل خاورمیانه به یک نوع بیماری فرهنگی عمومی مبتلا می باشیم. برای احساسیدن به برتر بودن در دانشمندان عیب جویی می کنیم تا آنان را خرد و کوچک و بی ارزش نشان دهیم. به علت ناآشنایی به این انباشته های بیشعوری همه دانشمندان مورد افتخار گذشته ما در دوران زندگی مورد آزارمان بودند. اکنون فراریشان می دهیم. معیار تشخیصمان درست بودن گفتار و رفتار و کردار زورگو، یعنی شخص اول و سپس اطرافیانشند. هر چیزی را با آنچه در پایتخت و به خصوص در شمالش در جریان می باشد درست می دانیم. هرچه از مرکز دور شدیم تمسخرمان نسبت به دیگر هم میهنان افزونی می یابد. اگر حقیقتا علاقه به تغییر و بهتر شدن داریم در درجه اول باید انتقاد پذیر باشیم، اما اگر به آنچه در ما هست پایبند و پافشاری کنیم انتظار تغییر و بهتر شدن را باید کنار گذاشت. مسئله‌ای که در این گفتارها به آن اشاره کردم ناتوانی و کمبود و سستی زبان فارسی است. با اختلاط با هم میهنان دور و گوشیدن به سخنانشان واژه‌های نوین یافتم که اصالتشان را بیان می نمود. تفاوت گفتار این هم میهنان احساسی در من ایجاد می کرد. با خواندن کتاب ریچارد براون مؤسس زبان فارسی در دانشگاه های انگلستان درباره ایران و رویدادهای سفرش به مناطق دور و تشخیصش نیکو بودن احساساتم را ستایش کردم. دریافتم که شناخت اصالت هم میهنان دور را موشکافی قبل از من کشف کرده و قدر نهاده. چگونه می شود این تضاد درونی را تفسیر و مورد قبول قرار داد؟ در حالی که می خواهیم پیشرفت کنیم از تغییر می گوییم، اما وقتی تغییر زبان پیش می آید خواهان ول کردن آن به حال خودش هستیم.
با آنکه از مسائل مختلف هم میهنان انتقاد میکنیم، مایلیم زبانمان تغییر نکند. از شنیدن تغییر در کلمه های فارسی جهت گسترش فرهنگ زبان بعضی ها چندششان میاگیرد. از هر کس که این گفتار را میشنود صمیمانه تقاضامندم برایم بشرحید چگونه میشود پیشرفت و تغییر به بهتر را در یک مسئله خلاصه کرد و سرایتش به دیگر امور انسان را متوقف نمود. هدف این گفتارها تحریک مغزها و نه تحمیل ایده و یا تعیین تکلیف بوده و هست. در بحث تناقضهای فردی در دانش اجتماع میگویند که بدن شخص با هواپیما میسفرد ولی مغزش بر زین چهار پا سواره. به خارج می رویم و به جز ظاهر سازی چیز دیگری نمی آموزیم. قبول فرمایید که تغییر انسان آسان نیست. مثلا همه شما ارجمندان امروز با قاشق و چنگال خوراک میل می فرمایید، آیا این تغییر آسان صورت گرفته؟ یعنی روزی که قاشق به بازار آمد همه دویده و آن را خریده و مورد استفاده قرار داده و با دست خوردن را فراموش کردیم؟ عموما هر چیزی که به انسان شناسانده شود عقل بشر در برابرش ممانعت می کند. قبول نوین به کندی در مغز انسان می خزد. پس از گذشت زمانی جا می افتد. وقتی به بیشعوری رفت باز مانند ایده پیشین به آن پایبند شده تجدد و نوین بعدی را که حتمی در این انسان است نمی پذیرد. تغییر معیارهای بیشعوری در اروپا و به علت زور و جبر دو جنگ جهانی سریع‌تر شده. در کشورهای سنتی کن می باشد. ایرانیان در این روش تنها نیستند. مصری ها و یونانیان بیشتر از ایرانیان درگیر گذشته هستند. این را در اظهار عبارت های تعارف توخالی و بی‌معنی نیز می توانید. اگر ما می گوییم فدایت شوم، چاکرتم، نوکرتم و دیگر عبارت ها، مصری ها همین ها را می گویند و به آن می افزایم. خاک زیر کفش پایتم، سرم را بشکن، من راضیم. ما ملت های سنتی خوشمان می آید در برابر نیرومند خود را ذلیل کنیم. کسانی که ادعای میهن پرستی و نجات میهن را می کنند همشان هنگام رسیدن به قدرت مایلند این عبارت ها را شنیده و در اطرافیان رفتار ذلتوارشان را به احساسند و بچشند. به همین علت است که اغلب همردیفان رهبر نو جانشان را می‌بازند، زیرا نمی‌خواهند پیشین برابری با رهبر را فراموش و خود را کوچک کنند. چنین رفتاری خوشایند رهبر نیست و اقدام به نابودی یاران پیشین می‌کند. از این رو گفتند انقلاب فرزندانش را می‌جود. بحث این مسائل در رفتار روزانه ما بسیار زیاد و متعدد است. یکی از عادتهای ما عدم علاقه به آشنایی با همسایگان است، چه رسد به آنان که دورند. اگر به آشنایی با کشورهای صنعتی اقدام کردیم و از شناخت هم میهنان دوردست پرهیزیدیم، علتش معیارهای آموزشی است که به مغز ما وارد کردن. اگر به کشوری سفریدیم بیشتر به حمل سوغات و پوز دادن میمشغولیم تا شناخت و آشنایی با فرهنگ و تاریخ مقصد سفر. در زمان شاهنشاهی به ما فهمانده و به ما هم قبول کرده بودند یا قبولانده بودند که دارای بهترین رژیم سلطنتی هستیم. وقتی اسلامی شدیم ادعای اجرای نابش را کردیم. جهت گسترش دانستنی ها با شما به خاور آسیا می رویم و با سلطنت برونای آشنا می شویم. علت پیش آوردن این کشور جریانی است که شاید در اخبار شنیده اید. روز چهارشنبه سوم ماه آوریل امسال برونای اجرای قانون اسلامی را در آن کشور اعلان کرد. این اعلان که از سالها پیش مطرح بود همواره مخالفت گروه‌ها و انجمن‌های طرفدار حقوق انسان را در دنیا تحریک کرده است. پس از شنیدن مقدمه‌ای درباره برونای و دامش در گفتار آینده لطفاً با شکیبایی بیندیشید، بررسی کنید و سپس برای خود نتیجه گیرید که چرا هر شخص و گروه و کشور و سیستمی خود را درست و صحیح و بدون عیب و بهترین می داند. چرا
فعالان ما با آن که در خارج و با سیستم انتقاد آشنا هستند از شنیدن انتقاد فراری هستند. چرا ما با انتقاد نآشناییم و در فحش دادن و دشنام به ناموس مخالف استاد و ماهریم؟ آیا کسانی که برای تغییر رژیم در ایران فعالیت می کنند از دیگر رژیم ها مطلعند؟ آیا پس از بررسی بسیار و پژوهش در حال همه ملیت ها یک کشورمان در حال همه ملیت های کشورمان سیستم پیشنهادی عالی خود را طرح کرده اند؟ آی سروی عکس شماره یک را لطفا نشان دهید. در آغاز اجازه دهید بدانیم برونای کجاست و جغرافیا و تاریخش چگونه است. در این عکس نقشه جهان موقعیت برونای در شرق با رنگ سرخ مشخص و واضح دیده می شود. موقعیتش در جزیره بورینو شرق آسیا و جنوب چین است. لطفا عکس شماره دو. در این عکس جای برونای بزرگتر نشان داده شده. جزیره ایست تقسیم شده میان سه کشور که برونای در شمال و در جنوبش یعنی وسط جزیره بخش خاوری مالیزی و در جنوبش بخش شمالی اندونزی قرار دارد. لطفا عکس شماره سه. موقعیت جغرافیای برونای بر کره زمین و قرار داشتنش در شمال جزیره را در یک جا به شما نشان می‌دهد. حال دانستید برونای کجاست؟ لطفاً عکس شماره 4. در این نقشه برونای با رنگ سبز و بخش شرقی مالزی با رنگ قهوه‌ای کم رنگ و بخش شمال اندونزی با رنگ سفید نشان داده شده‌اند. مساحت برونای 5766 کیلومتر مربع. لطفا عکس شماره 5. بخش شرقی مالزیا در این نقش با رنگ خاکستری نشان داده شده. برونای رنگی است. دو بخش شرقی و غربی برونای را می‌بینید که بخشی از مالزیای خاوری در میان آن را به دو قسمت کرده. تماس میان این دو بخش سلطنت برونای توسط قایق‌های سریع به حجم‌های گوناگون انجام می‌گیرد. در این نقشه رودخانه‌ها و مناطق سبز کشور برونای نشان داده شده‌اند. لطفاً عکس شماره 6. در این عکس که همان نقشه سابقه است با رنگ قهوه‌ای مناطق کوهستانی و مرتفع کشور برونای نشان داده شده. با دیدن این 5 عکس یا نقشه موقعیت و طبیعت جغرافیایی برونای را به خوبی شناختید. کشور برونای سلطنتی است. یکی از قدیمی ترین خانواده های سلطنتی بر آن حکم می کند. در بررسی تاریخی این کشور یک تاریخ دقیق از اصل و فصلش نمی یابیم. در قرن 7 و 8 میلادی یکی از صادرکنندگان ادویه و چوب بوده و فارسیان و عرب ها هنگام سفر به کانتون یا کوانجون در ایالت کنگیتنگ چین با آن جزیره نیز تجارت می کردن. در آن تاریخ یک چینی مسلمان بوده که نام خود را از اونگ الک بیتاتارا به سلطان محمد تغییر داده. بعدها نوادگان امام علی از شهر مدینه به آنجا رفته و یکی از آنان با دختر سلطان ازدواج و پس از او بر تخت نشسته. فرزندان و نوه‌هایش در پی سید بر برونای حکم کرده. سلطان برونای 2 دهه پیش به سلطنت عمان مسقط عمان سفر کرد. اصل خود را عمانی معرفی نمود. تاریخ دیگری تأسیس برونای را توسط تاجران عمانی نسبت می‌دهد. وقتی که آنان بر جزیره کامل مسلط شدند رئیس آنان خود را شاه محمد نامید. شاه کلمه ایست فارسی. شاید آنان عمانی از اصل فارسی بودند. بر اساس افسانه‌ای در میان مردم مالایا پس از پایان اشغال جزیره شاه محمد گفت بارونیه. همراهان مالاویش این عبارت را تکرار و از آن روز آن کشور برونای نامیده شد. روابط ایران با عمان بسیار کهن است. امروز ایرانیان در عمان هستند و به زبان مادری می صحبتند. لیست آبیاری زمین های کشاورزی آنجا تا نیمه قرن گذشته به زبان فارسی نوشته می شد. نامه تبریک سلطان عمان به ناپلیون هنگام نشستن بر تخت سلطنت فرانسه به زبان فارسی نوشته شده.
همه اکتشاف ها و ماجراجویی های گذشته توسط دریاداران تحقق می‌یافت. ایران نیروی دریایی مهمی نداشته، اما عمانی ها از نیروی دریایی برخوردار بودند. از 3000 سال قبل از میلاد با شرق آسیا بازرگانی می‌کردند و ایرانیان همراهشان به آنجا می‌رفتند. سلطنت عمان گسترش داشت و مساحتش به همه بخش‌های جنوب خلیج فارس، گوادر، بخشی از پاکستان کنونی و زنجبار و ساحل شرق جنوبی و در شرق آفریقا می‌رسید. در زمان قاجار طبق قراردادی نیروی دریایی سلطان عمان بندر عباس را اداره می‌کرد. بررسی تاریخ برونای از منابع گوناگون یک عکسویای شکل صحیح را نرسانده و نمی‌تصورد. سلطنت این کشور از قرن 14 و 15 میلادی آغاز گشت و در آن زمان نیرومندترین بود. در عکس شماره 7 که آقای سربی نشان می‌دهند همه جزیره را می‌بینید. بخشی که زرد رنگ است متعلق به سلطنت برونای در همان دو قرن بوده. سپس اسپانیا آن را اشغال کردند و به علت انتشار بیماری کولرا عقب نشینی و باز حمله کرده و شکست خوردند. جنگ میان ملوک و طوایف و افراد خانواده سلطنتی آن را کوچک نمود. انگلستان آن را مستعمره ساخت، ژاپن در جنگ جهانی دوم اشغالش کرد و باز به مستعمره انگلستان پیوست. امیدوارم شناخت برونای حس کنجکاوی شما را تحریک کرده و علاقمند شده اید جهت دانستن بیشتر دریابید چرا این کشور را مورد گفتار قرار دادم. دعوتتان می کنم که هفته آینده جهت دانستن بقیه این موضوع با ما باشید. تا آن وقت و همیشه برایتان بهترین را آرزو می کنم. شاد و تندرستی یکایک شادی و تندرستی یکایک شما را آرزومندم. بسیار ممنون از دوستمون، بسیار ممنون از شما که با ما بودید و هستید. این برونای همون جایی نیست که هفته پیش اعلام کرد اینایی که همجنسگرا هستن باید سنگسارشون کنیم تا بمیرن، و همون جایی نیست که خیلی پادشاهش پولاره؟ دیدم که آقای سلیمانی هم نوشتن برونای چقدر پول نفت دارد. بعد ایشون ضمناً نوشته که بنده با بخش بزرگی از سخنان جناب چمنارا موافقم. منم با قسمت‌های از آقای چمنارا، صحبت‌های آقای چمنارا موافقم. اونجایی که میگه اون قانون اساسی مشروطه بیاین بذارین جلو این شاه الله‌یا، بگید شما که میخواین این قانون اساسی بره اونجا بخونید ببینید چی میگه، از قانون آخونده بدتره. بمانه رهبرانه، این آقای سلیمانی نوشته رهبران فعلی اسرائیل، یهودیان اشکنازی و این نمیدونم خزری باید بخونیم یا خزری هستن که سکولار هستن و به دین موسی هم اعتقادی ندارن، ولی از همان توراتی که قبول ندارن استناد به مالکیت سرزمین مقدس میکنن و آیه هایی که میگوید تا موسی باز نگردد یهود نباید حکومتی داشته باشد و حتی کشوری داشته باشد توجه نمی کنن. چون رافچایل ها رو اینو میگین اینطور میخوان که این پایگاه بماند تا منابع نفت و گاز و و منطقه تمام شود. آقای سعید از کالیفرنیا، آها خانم تنازی میگه منظور شما اون گالیله بود. بله گالیله که میخواستم بندازنش نمیدونم چی پایین، آقا من غلط کردم. همون چیزی که شما کره خرا میگین، زمین میگید صافه، برید انشالله از بالاش بیافتید پایین. بعد عذرخواهی کرد، اصلا گفت من اشتباه میکنم، اشتباه کردم گفتم زمین گرده. و همین الان در آمریکا افرادی هستن، باشگاهی هست جمع میشن دور هم، اینا باشگاه معتقدان به زمین چی میگن، یعنی زمین صاف، میگن کره نیست، اینا عکسا دروغه بی خوده. بمانه رهبران اینو خوندم. سعید وقتی من گفتم اینا میگن معجزه شد و فلان اینا، خب ممکنه آتش سوزی بشه خونه من، باد از این وری باشه این ور همه بسوزه اون ور نسوزه، این چه معجزه ای هست؟ میگه که سوربی در آتش سوزی کلیسای نوتردام بیشتر صلیب‌های آویزان به دیوارها سوختند. اون جلوی کلیسا یک صلیب سالم مونده بود،
تمام مدت این فاکس نیوز و کانال های دینی این یک صلیب را نشون میدادند و میگفتند که معجزه را ببینید که صلیب نسوخته. درست هم مثل همون داستان ابراهیم بت‌شکن که وقتی مردم بتخانه را دیدند تبر را روی دست بت بزرگ گذاشت، گفت بت بزرگ چند بت دیگر را از بین برد. خب اینم از این خزر. بله خزر میگن، درسته. خیلی من این ماجرای کلیمی ها، من با چند تاشون میدونید شیراز پر کلیمیه، ولی اون موقع بحث اینجوری نبود. بحثی که بود من میگفتم خب اینا که قبل از جنگ جهانی دوم هم از این مملکت اسرائیل و فلسطین هرچی که هست اینا رفته بودن، اومده بودن اروپا و این ور اون ور. چرا؟ هیچ کدومشون نمیتونستن جواب بدن، برای که اومده بودن تمام دنیا رو تسخیر کنن به وسیله نفوذ مالی. و یک احمقی مثل داوود سپهری یا داوود سپهر نمیدونه که آقا این ماجرای دایموند که ایشون نوشته دیاموند، یه سینمایی هم بود تو خیابون الیزابت بود دیاموند، این همش تحت کنترل این کلیمی هاست. برید اون فیلم دایموند بلاد رو ببینید که چگونه نصفی چیه، خیلی از مردم اون مناطق دست و پا ندارن برای که مثلا یک دایموند انقدی دوزیده. حالا دایموندی که انقدر دایموند زیاده، اینا کمبود مصنوعی درست میکنن. میدونید اینجا حتی برای مواد خوراکی گاهی وقتی این کارو میکنن، مواد رو میریزن دور، نابود میکنن، میسوزونن، نمیدونم تو آب میریزن که قیمت بعضی چیزا پایین نیاد. حالا این احمق داوود سپهر اصلا من نمیدونم این دیگه چه سگی بود که این آقای چمنارا ایمیلش با ما شیر کرد و اینا. بمانم بیایم سراغ برنامه امروز و بریم این اندی، کنسرت اندی، هم روی بالای بهش میگن کاور پیج، هم بالای صفحه مردم تیوی روی فیسبوک هست، هم این که اینجا هم برای شما یه آگهیشو بهتون نشون بدیم. با هم یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه حتی، این آگهی رو ببینید. برنامه بسیار خوبی خواهد بود. ای کاش که من هم کالیفرنیا بودم و میرفتم. صدا اینو کم کنم یک لحظه، یعنی این رو برداریم باز میذاریمش اینجا، مریضی ما. یک لحظه صبر کنید من این تصویر رو تنظیم کنم به اندازه. آهان، این دوستمون برای عکس ها برای من نوشته بودن که عکس ها را بعد از دقیقه 15 نشون بدید. وقتی که میخواین عکس نشون بدیم ما دو رقم داریم، یا این که من نوار رو گوش دادم، عکس ها را آماده کردم، اینا رو میکس میکنم که احتیاج به یکی دو سه ساعت کار ادیتینگ داره. من از کار ادیتینگ بسیار بیزارم، حتی موقعی که ساعت 135 دلار به من میدن حاضرم وایسم سر پا دوربین عکس بگیرم، فیلم بگیرم، را برم بالا پایین، ساعت 50 دلار 75 دلار بگیرم، ولی نشینم یه جایی ادیت کنم. این یکی. دومی که من برنامه شما رو گوش نمیدم به دو دلیل. یکی میخوام برای منم تازگی داشته باشه، با بینندگان بشنوم. دوم همون ماجرای وقته. بعد شما وقتی میگید عکس ها رو نشون بدید، من عکس ها رو اینجوری ردیف نذاشتم، اینجا شما میگید یک بگم این یک، دو بگم این دو، سه بگم این سه. باید از اون برنامه صحبت بیام برم توی ایمیل دیگه، اونجا عکس رو شما به صورت زیپ فرستادی، زیپش رو باز کنم، حالا این زیپ باز کردن خیلی احساساتی نشه، زیپش رو باز کنم اون عکس رو نشون بدم. در نتیجه وقتی عکس ها رو میگید نشون بدیم، اقلن 5 ثانیه 10 ثانیه باید به من وقت بدید، نه اینکه همان طوری که در عکس دو میبینید خب حالا آقای سوری برید عکس سه. اینجوری یه کمی چیز میشه دیگه. ما سعی خودمون رو کردیم، بالاخره ما بارها گفتیم، دوستانم فکر کنم از من این سیستم ما رو بهتر میشناسن، چون ما همش از کمبود به اصطلاح امکانات صحبت کردیم، ولی با همین کمبود تا حالا تونستیم دووم بیاریم و بهتر از خیلی از اونایی که ادعای بزرگ میکنن که ما چنین دستگاهی داریم چنین و چنان، و هر روزم از مردم تقاضای پولهای چند هزار دلاری. با هم بریم آگهی
اندی رو ببینیم و آقای چپ خالد. Sonic Imports and Dong Elder World Entertainment proudly present Greek Theater Moon Art Goddess Sarotina Jahan شنبه 27 آوریل در رویارویی با دو اسطوره موسیقی جهان King of Rye شب خالد بسیار ممنون. اندی کنسرتاش همیشه باحال بوده و هست و مطمئنم که خواهد بود. و اما فیلمی رو از Persian Parade یا فستیوال نوروزی ایرانیان برای من فرستادن که بهتون نشون میدم، ولی قبل از اون اجازه بدید که سری هم بزنیم به والنتاینز موتور و آقای بیژن جعفری دنبال این هستن که استخدام کنن. اجازه بدین والنتاین رو بر چند تا مکانیک رو یا چند تا منیجر و مدیر، یعنی هر دو یا نه، با چند تا مکانیک، چند تا منیجر. آدرس فیسبوکشون رو من به شما نشون میدم و اگر شما توی این رشته ها هستید و تخصص دارید با ایشون تماس بگیرید. نمیتونم بگم تخصصم احتیاج نداره چون همچین چیزی به من نگفتن. بعضی کارها هست میگن تخصص احتیاج نداره، ما شما را آموزش میدیم. در هر صورت والنتاینز موتور بهترین راهی که یادتون میمونه، همون امام والنتاین، والنتاین دی، بعد 14 فوریه، اینها هست که ایشون اسم سنت والنتاین، سنت فکر کنم میشه نزدیکترین چیزی که تو فارسی میشه بگیم، یعنی امام. اینجا الان دارن مثلا عکس سنت پاتریک رو گذاشتن، سنت پاتریک دی که مال ایرلندیا هست، سنت والنتاین که 14 فوریه است، و والنتاین موتور احتیاج داره یا به دنبال آگهی استخدام این حقیقتن. حالا ما چون آمادگیشون نداریم و ویدیوی نساختیم، اون وقتا بیژن زادی این کار برای ما انجام میداد، باید بگیم فرخ این کار رو انجام بده. یادت فرخ یه آگهی بود کامران عطابکی تبلیغ برنج و سوپرمارکت و اینا میکرد، بعد میگم مثلا برنج پری، وای وای نگو که چقدر قد میکشه من خندم میگرفت. چندین بار داور من گفت آقا بیا یه آگهی برای من بخون، گفتم آقا من اهل این کار نیستم. وسط تبلیغ خندم میگیره. بهتون گفتم من از تئاتر انداختم بیرون، نه؟ دانشجو بودیم نجف آباد، دوستان گروه تئاتری داشتن و ما هم میرفتیم. بعد از اینکه کارهای روزانه میرفتیم این بر اون بر، یه چیزی بود دوره شام مثل جهاد سازندگی، اینم میرفتیم. بعضی ها میتونستن برن به اصطلاح جاهایی که موزیک و اینا بود، بعضی ها میرفتن جاهایی کمک میکردن مردم، نمیدونم طویلشون رو تمیز کنیم، سیم برق بکشیم و اینا. ما چون کارگرزاده بودیم و از اول عمرمون دنبال این بودیم که به اصطلاح کمک به کارگرا بشه، گفتیم میریم این قسمت و رفتیم اونجا. در طی روز میرفتیم این ور ور توی نجف آباد و فلاورجون و این ور ور کار میکردیم. از که برمیگشتیم بعد که شام و زود دیدید که جاهایی که عمومیه ساعت 5 به شما شام میدن دیگه، از 5 تا 9 مردم دور هم جمع میشن اینا. چند تا کلاس مختلف بود یا چند تا فعالیت مختلف بود، یکی از اینها تئاتر بود و اینا گفتن ما میخوایم یه نمایشی را بندازیم اینا. ما گفتیم، گفتن کی حاضره؟ گفتیم ما. گفتن برو آقا. گفتیم ما. گفت آه یکی بیا. خلاصه رفتیم و اونجا انقدر مسخره بازی در آوردیم که ما را انداختن بیرون از تئاتر. ولی اون حس اذیت و آزار تو وجود ما ایرانی ها هست. ما چون یاد گرفته بودیم اکشن و کات و اینها،
میرفتیم وای میستنیم، این بیچاره تو استیج و روشنایی بودن، خب ما تو این درخت مرخت ها تاریک، اینا داشتن بازی میکردن، ما هم گفتیم کات، همه وای میستادن. اون محمد کی بود، خدای پیرتایی بود، نه یادم نیست درست، دیوونه شده بود از دست ما، میگفت کی گفت کات، همه میگفتن آقا شما گفتی کات، میگفت نه. حالا این هم ماجرای تبلیغ و نمایش و اینها. شاید به خود بیژن بگم، بیژن جعفری با صدای خودش یا دوستانی که اونجا هستن، الکس و آقای بابک و اینها که هستن، یا آگهی درست کنه که چیز باشه. اتفاقا فرخ لطف کرده روی یکی از اینا صدا گذاشته، ولی گاهی وقتی پیداش نمی کنم و چون این در رابطه با آگهی استخدام مکانیک و چیز هست، به اصطلاح منیجر یا مدیر هست، باید در همین رابطه صحبت بشه. و اما برگردیم به این پوشه قطور خودمون و ببینیم که چی داریم برای شما بخونیم، نشون بدیم و بریم. آقای پتیک امروز یه عکسی برای من فرستاد، گفتم که شاید لازم باشه من این عکس رو به شما نشون بدم و به شما بگم. دوستان، خب اون وقتا لامپ مرتابی میسوخت، برمی داشتیم این داخت تو سطل آشغال میرفت. الان ثابت شده این لامپایی که مثل مهتابی فلورسنت با گاز روشن میشه، درسته که این سر و اون سرش دوتا المنت هست، ولی این المنت ها تا جایی که این گاز رو گرم میکنه و این یه نوع گازه که وقتی که گرم شد دیگه خودشون هادی میشن، هدایت میکنن و نورانی میشن، بعد یه مدت هم ضعیف میشن و اینها. شما اینها رو باید عوض کنید. میبینید اینا لامپای مهتابی طولانی هست که توی کارگاه ها اینا استفاده میکنن. ایشون قشنگ بار زده توی تراکش و توی پیکاپ تراک یا هر چی شما به ایرانی بهش میگی نمیدونه، وانت اونم اینگه ایرانی نیست، و داره میبره که بریزه لندفیل یا اون قسمت ضایعات. میگه اینها رو نریزید توی زباله و سطل و آشغال و اینها، اینها برای سلامتی خانوادتون، برای سلامتی مردم همسایه و اینها بده. من ممنونم از پتی که هر وقت یه چیزی به فکرش میرسه به ما هم میگه که ما بتونیم اون رو به دیگران بگیم، و این به صورت یک قدم بسیار کوچک که اینجا بهش میگن Public Service Announcement PSA، یعنی خدمت کن. اینم از این. اون روز گفتم بهتون آقای چمنارا برام من نوشته بود شما مسئولید، گفتم آقا این کلمات رو درست استفاده کنی. من مسئولم در قبال کی؟ من کی اومدم نامزد انتخابات بشم؟ یک کسی منو انتخاب کرده باشه، حالا بگه تو مسئولی چون حقوق میگیری جوابگوی من باشه. من مسئول نیستم. میتونی بگید به عنوان خدمت این رو برای مردم بخون، در رابطه با قانون اساسی اینا بود. متاسفانه ما مسئولیت، خدمت، وظیفه اینها رو بلد نیستیم. دیدم امروز آقای شاهین فاتحی با توی یکی از مقالایی که مقالای خوبی می‌نویسن و منم پستش میکنم، پشر میکنم، دوستان برنامه هایی رو که دوست دارید و اینا شیر کنید با دیگران، نوشته بود که دولت هم که صاحب مردمه. گفتم آقا دولت کجا صاحب مردمه؟ آره شاید ایشون به طعنه نوشته بود. گفتم دولت نوکر و خدمتکار مردمه. حالا اگه این خدمتکار دزدی میکنه، مردم یا صاحب منزل تا یه مدت تحمل میکنه، بعد گوششو میگیره، زنگ میزنه کلانتری بیان ببرن زندان، یا یه تیپا میزنه میندازتش، میگه برو برگرد همون قبرستونی که آمدی. بماند. اینم از این ماجرا. بریم سراغ این. بله تشکر میکنم از پتیک که هر وقت چیزی بوده به ما گفته تا ما هم به شما نشون بدیم. و اما آقای خزائی لطف کردن و خودشون رو محدود کردن به چند خبر. واقعا ممنونم، متشکرم، ازت تشکر میکنم. بخشی از رژه سال 2019 ایرانیان در شهر نیویورک، جشنواره فرهنگ و هنر ایرانی رو با هم تماشا میکنیم. کمرای دو، بریم ببینیم و لذت ببریم از این لباسهای رنگین، رقصهای زیبا، افراد خوشرو، خوشسیما، خوشنیت، و از خودمون سوال کنیم چرا ما این لباس ها رو در مهمونی های خودمون، در مراسم معمولی خودمون نمی پوشیم.
اون جوانی که میرقصید آقای کیا ابو قداره، یکی از دوستان ماست که از ویرجینیا رفته اونجا، خودش هم ساز میزنه. ضرب دیدنش رو دیدم، ولی بالاخره تو کار موسیقی اینها هست. اینم اندی، دارم میرم به تهران که نظر من باید به اونایی که توی رژه هستن یا توی این فستیوال هستن بگن فیلم برداری نکنید. شما دوستان دیدید این روزا میری کنسرت، طرف اومده کنسرت، همه دوربین گرفتن دستشون. من نمیدونم اینا الان که تو کنسرتن دارن کنسرت رو توی دوربینشون نگاه میکنن، توی تلفنشون نگاه میکنن، بعد میرن خونه میشینن از نگاه این لذت میبرن. بیچاره امید گفت بابا این دوربیناتون رو بذارید زمین، این تلفناتون رو بذارید زمین، لذت ببرید، هی دستتون هم جلو این و این نگیرید. ولی کوگوش شنوا، طرف داره میرقصه، جزء یک هماهنگ کنسرت با هم هستن، دوربین گرفته دستش. خب معلومه این دوربین شما رو عقب میندازه از اونای دیگه، از اون ریتم و از اون کی که باید با هم باشید عقب میفته. بگم اونم قرن 22 اندی بره به تهران. در اینجا حاجی فیروز رو نمیتونن سیاه کنن. چندین سال صحبت از این شده و اینجا الان سبز و سفید و قرمز میکنن. اتفاقا یک دوستی داریم، خانم شری الوندیان، اینم دیدم یه جایی که رفته تظاهرات کرده، خیلی جالب، پیرنش رو سبز پوشیده بود، دامنش رو سفید و جوراب شلواری میگفتن، نه جورابش رو قرمز پوشیده بود، سبز و سفید و قرمز. در صورت اینم برنامه‌ای که هر سال انجام میشه و دوستانی مثل آقای مهدی تبریزی مهدیزاده و دیگران دست اندرکار هستن. قبلا یادمه یک کاروان موتورسیکلت هم میرفت، آقای سعید کاووسی هم میرفت، یه دوستی هم داریم حسن، اونم میرفت، ولی الان چند سال ازش خبر ندارم. خب ما به شما اون روز نشون دادیم که این سردار قاسمی یه کمی مخش روانیه، گفته که ما زیر پوشش جمعیت هلال احمر میرفتیم و به اونها آموزش چیز میدادیم، چی میگن، آموزش عملیات نظامی تروریستی، نمیدونم حالا هرچی دیگه. میگه هلال احمر ایران از یک عضو سابق سپاه شکایت میکنه. حالا ببینیم واقعا تو ایران دادگاه ها و قوه قضاییه و اینها اینجوری میتونن اندیویجوال یعنی مستقل عمل کنن یا نه. میگه که ایرانیان رد کرسنت سوسایتی، هلال احمر میشه یعنی ماه قرمز، اینجا هم رد کرسنت این شیرینی کرسنت همون مال فرانسوی ها هم یعنی مثل شکل ماه هست. میگه که گفته های یک عضو سابق سپاه درباره جنگ بوزنی واکنش جمعیت هلال احمر ایران را در پی داشت. سعید قاسمی
از یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه اینترنتی رو در رو درباره جنگ بوزنی گفت: ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین به بوزنی رفته بودیم. خب بی خود نیست که مسلمان های اونجا اینجوری به اصطلاح کشته شدن و دیگه داستان شما بهتر می دونید. ترامپ قطعنامه کنگره برای پایان دخالت آمریکا در جنگ یمن را وتو می کند. باورتون میشه؟ این دوستمون خانم الهام شایسته میگفت اگه ترامپ نیاد جنگ میشه. خانم این که اومده این همه جا که میخواد جنگ کنه، هیچی جنگایی هم که الان هست نمیذاره تموم کنن، چون میگه ما پول میخوان. بله، ظریف در آنکارا گفت استقرار ارتش سوریه در مرز با ترکیه بهترین راه حفظ امنیت است. سقوط 20% ارزش سهام باشگاه یوونتوس یا یونتوس پس از شکست در برابر ایجاکس یا آجاکس اصلا برای من مهم نیستن اینا، بریم فقط چون دوستان فرستادن من خوندم. اندی و چپ خالد کنسرت رو بهتون نشون دادم. این به غیر از اینکه که کنسرت به اصطلاح موسیقی و موزیک و اینها هست، یک کار انسان دوستانه هم هست و یک آگهی هست همراهش، من اینجا بهتون نشون میدم، شاید این روی فیسبوک فردا براتون بذارم. International Stars Unite to Celebrate Earth Day، این روز جهانی به اصطلاح کره زمین رو جشن میگیرن. میگه خالد از الجزیره و اندی از ایران، لاتین گرامی وینر کیسی، اینا چیزایی که جایزایی که گرفتن اینها. April 27 at LA's Greek Amphitheater. این آمفی‌تئاتر هم ما یادمونه از مدرسه و هنرستان، میگفت بریم آمفی‌تئاتر، هیچ وقت هم آمفی‌تئاتر اونجا میگفتن، نمیدونم چرا. خب برای که نداشتیم لابد. Is ready for pick up. همین الان برای من یه چیزی اومده که هوم دیپو اون چیزی رو که تو سفارش دادی آماده است و بیا بگیر. دوستان ببینید هر روز اینا پیشرفت میکن. میگه از زمانی که دیگه کامپیوتر آمد و دیدن آقا مثلا یه چیزی میگیرن میذارن اونجا در عرض سال 6 تاش هم نمیفروشن ولی قفسه‌شون رو گرفته و اینها، میگن خب ما چرا این کارو بکنیم، اینو نمیذاریم اینجا، چیزی رو میذاریم که زود به زود فروش میره. کامپیوتر بهشون اینو میگه، اینونتوریشون و اینها رو میگه چه کار کنید. بعد میگه خب حالا اونی که مثلا یه زانو میخواد برای خوشکنش، خب اونم باید بتونه چیو بخره. میگه بیا رو اینترنت نگاه کن، به ما سفارش بده، ما حتی اگه خودمون نداریم از اون وندرها اونایی که به ما جنس میدن میگیریم برات میاریم، بیا اینجا بگیر. Order online pick up at store. حالا اینو داشته باشید، چون من دیروزم رفتم یه چیزی باید اونجا میگرفتم، وقتی رفتم اونجا خانمه گفت همین پشته، گفتم یعنی گذاشتین همینجور پشت برای من؟ گفت آره، اون کدی که برات آمده با تلفنت ببر. یه سری حالا لابد این پتیک میخنده چون اینا زودتر از ما یاد میگیرن، هر روز میرن و میان. یه سری باکس اونایی که تو فرودگاه آلمان بودن و اینها میدونن، یه باکسایی بود کیف دستی تو میذاشتی بری شهر و بیای، بعد اینایی که خاویار میخریدن و وسایل میخریدن از استفاده میکردن، احتمالاً زیر نظر پلیس هم بودی، میگفتن اینا چیکار میکنه. بمانه یک قوطیای گذاشتن اونجا مثل باکسای حموم عمومی ایران، شما وقتی میری تلفنتو میگیری اون جعبه مخصوص شما باز میشه، اون چیزی که اوردر دادی میگیری میای. همه الان برای من نوشته که Today April 17 Your order is ready. اوردر هم یعنی اون چیزی که سفارش دادی. یادتونه همی گفتن آقا اورد نده، دستور نده، سفارش نکن، اینجوری بود. جناب سوربی، ایران و ترکیه با فشار کلینتون و ناتو که خواهان تجزیه یوگسلاوی بود برای دفاع از مسلمانان که توسط سربها کشته می‌شدند داخل بوزنی هل داده شدند و آمریکا و ناتو همه مسائل را می‌دانستند و از لباس و آرم صلیب سرخ ده‌ها بار سوء استفاده شده توسط آمریکا، آلمان، موساد در جزیره مالت و
چیز جدیدی نیست، با اینکه زشت و خلاف قوانین بین المللی است. تحلیل یا کم کردن تعداد کارمندان را خرید آنلاین باعث می شود و شرکت ها برای سود خود این کار را می کنند. خیلی ها با شما موافق نیستن درباره این، میگن نوع کار عوض میشه، یعنی اونی که باید می اومده اینجا این جنس رو به شما تحویل بده، الان تو ویرهاوس اون جنس رو میذاره یکی دیگه پست میکنه. دلیلش هم اینه، میگن اگر اینی که شما میگید درسته، صنعتی شدن، مکانیزه شدن، اون ربات چی دیگه بهش میگن، دستگاه ها خودکار شدن، آدم ها رو بیکار میکرد، پس چرا ما امروز هنوز مسئله کمبود نیروی انسانی داریم برای کار؟ خود آمریکا الان بزرگترین کمبود نیروی انسانی داره و این ترامپ شالاتان احمق نادان میگه به اینا بگید اینجا پر شده، ما دیگه نمیتونیم جمعیت قبول کنیم. فقط اون چیزی که شما میگید اینه، از کارگر ساده و اینها طرف باید با زمان خودش عوض کرده باشه، رفته باشه. همین پریروز یا دیروز شاید بود در همین هوم دیپو یه آقایی رو دیدم، گفتم که به نظر میرسه شما خیلی از این چیزا میدونید. گفت بله، برای که من کارگر ساختمونی بودم، الان شده 60 سالم و میام اینجا کار میکنم ساعت 12 دلار، چون کامپیوتر و اینا بلد نیستم برم جاهای دیگه کار کنم. نوع کارها عوض شده، ولی این نگرانی که شما میگید چندین ساله که در موردش صحبت میکنن، کامپیوتر بیاد آدم ها بیکار میشن اینا. خبر خوب اینه که دارن کم کم قرم قرم اینو میکنن که آقا اگر مردم کار هم نکنن یه حقوق حداقلی بهشون بدن. الان یکی از نمایندگان، یکی از نامزدهای رئیس جمهوری برای آمریکا، فکر کنم اون آقایی هست که حالا دیگه میگم نگین اورینتال، اورینتال بده، بگین ایژن هست، اون آقای آسیایی که آمده گفته که به هر کسی $1,000 بدیم. بعد طرف میگه حتی مثلا به برنی سندرز $1,000 بدیم ماهیانه، میگه بله بدید، هر کسی $1,000 ماهیانه بدید فلان. حالا از کجا میارن نمیدونه. بله، تحلیل یا کم کردن کارمندان را خرید آنلاین، اینو خوندیم. اجازه بدید بریم لایو اینا رو ببینیم. و پتیک دو تا عکس دیگه فرستاده، خیلی جالبه، نوشته که هر کس این شخص رو میشناسه به ما خبر بده. میدونید که الان ایام ایستره، این داستان ایسترم یکی دیگه از همون داستانای مذهبیه که آوردن تخمرغ رنگی که ما میگیم نمیدونم ایام عید رو با خرگوش که باز ایام اسپرینگ یا بهار میاد بیرون و با یه مش شکلات و این چیزا قاطی کردن و ایستر، ایستر بانی، بانی اینجا به خرگوشا میگن. این آقا مثل که آمده در لابی، میدونید هتل ها یا آپارتمان ها وقتی شما میرید داخل یه جای محوطه طبقه اولش هست که برای استفاده همه از صندوق پستی ها اونجاست، احتمالا یکی میشینه که شما سوالی داشته باشید، کمکی داشته باشید، رسپشن اونجاست، کانسیر مثلا هست، هرچی. و این آقا آمده بدون اینکه خبر داشته باشه دوربین هست، گویا این بانی رو دزدیده، این خرگوش رو دزدیده. حالا اینجا میگن که wanted for bunny theft. این wanted حتما همتون دیدید از قدیم توی آمریکا بوده، مثلا یه نفر بانکو میزد، بعد حالا یه عکسش یا نقاشیش و اینا رو پیدا میکردن، wanted dead or alive، دنبال این هستیم زنده یا مرده، و قیمت میذاشتن، میگم مثلا $100,000 الان شده، اون وقتا نقل $100 $200، بعض وقتا میگفت زندش اینقدر مردش اینقدر، در صد دنبال این جوون میگردن. من به پتی گفتم آقا اینو گذاشتی و اینجا هم نوشته allegedly stole the Easter decoration from our lobby, call any board member. میگه که به اصطلاح یعنی اینا ادعا میکنن که این دزدیده، اینجا فوری به همه نمیگن دزدید، میگه شاید مثلا گفته آقا من از اینجا ورش داشتم چون یه نفر شنیدم بیرون گفته میخوام بیام بدزدم، بردم گذاشتم تو اتاق بیارم بهتون بدم. من به پتی گفتم اگه این جوون رو پیدا کردی، همین که بهش بگن آقا عکس افتاده و اینا، خجالتش بس، و
ولی از طرف من شما 50 دلار به این بده، بگو آقا دزدی نکن، برو به این. البته دزدی آقا خود ما میرفتیم مغازه هندونه میدزدیم، میرفتیم شب با دوستامون بریم درس بخونیم، این حسیرای آخ تو قدمگاه و تو نمیدونم سی متری و اینا از کنار این چیزا هندونه و خربوزه و اینها میدزدیدیم بلند میکردیم. بعدم میگفتیم یه مزه دیگه داره. آقا چه مزه دیگه داره؟ اونی که تو خونته چون پول دادی کوفتت میشه، ولی این به نظر خوشمزه میاد. خب میگن که کمبود نیرو و تعداد فرصت شغلی زیاد به خاطر کمتر شدن ساعت کار برای اکثریت کارگران عادی تا 29 ساعت است که هر شخص دو شغل دارد و تا 29 ساعت مزایای بیمه درمانی و غیره نخواهند پرداخت. آره اینو که میگید واقعا من تعجب میکنم چجوری اینا شب میخوابن. مثلا صاحب والمارت، حتی اونایی که شیر دارن سهم دارن، چجوری میخوابن وقتی که میبینن کارمندش که میاد اونجا کار میکنه از جون و دل مایه میذاره، این آخر ماه باید دست دراز کنه فود استمپ و بچه هاشم کمک های دولتی مدرسه بگیرن. خب این اشکال داره. این همینه که امروز آمریکا به بنبست رسیده. میگن بیش از 50% کارکنان والمارت فود استمپ و کمک های دولتی میگیرن، ولفر و این برانور میگیرن. طرف داره هفته 40 ساعت کار میکنه، تازه به قول آقای سلیمانی بعضی هاشون دو سه جا کار میکنن، یادتونه تو ایران 3 ماه استخدام میکردن میکردنش بیرون که دائمی نشه. اینجا همین به یه نوع دیگه است، میگه آقا من 20 ساعت بهت کار میدم که بهت بیمه ندم. میگه خب چیکار کنم؟ میگه برو اونورم 20 ساعت کار کن. بعد اونور یکی 20 ساعت کار میکنه، اونم میاد اینور کار میکنه. یعنی کلاه شرعی گذاشتن سر مردم. ساعت 4:01 است، اجازه بدید که من از حضورتون مرخص بشم. جمعه با شما خواهیم بود. هنوز خبر ندارم که آقای امیر حسین لادن با ما هستند این جمعه یا نیستند. امیدواریم که باشند و بتونیم صحبت کنیم. بذارید من ببینم موضوع به خصوصی رو اینجا ننوشتم. درباره اندی آگهیشون نشون دادیم، درباره والنتاین گفتیم آگهی استخدامش رو. اون دوستی هم که گفته بود ما خیلی دیوونه هستیم تماس گرفتیم زنگ نزد، شاید فکر نمی‌کرده شمارش بیفته، ولی این تلفن ارزون ما بعضی وقتا شما لاکار باز میکنه، قفلا رو باز میکنه و شماره هاشون میفته. میگن که خاندان سم والتون 170 میلیارد دلار ثروت دارد و این شرکت 7 میلیارد دلار برای مالیات دهندگان خرج داره هر سال. خب خود من اول از اونایی بودم که نمیرفتم والمارت، نمیرفتم هوم دیپو، میگفتم این چی بهش میگن هاردویر استورای کوچیک، فروشگاه کوچیک. ولی آقا وقتی میری میبینی دیگه اونجا نمیتونه، وسایلش نداره، مجبوری بری اینجا. یعنی شما مجبوری بری از اینا خرید کنی و شما با خریدتون کمک میکنید به این که این بیشتر پول بسازه، خودتونم ارزونیه اینا از این ور مالیات بدین. یه سری بیچارم اونجا استثمار میشه، از اینا بهره سوء استفاده میکنه. در صورت اینم از این. خانم تنازی میگه مادر بزرگم من رو دعوت میکرد که چرا از درخت ها میوه میچینی داخل یخچال، همین میوه تمیز گذاشتیم. من بچه میگفتم آخه از درخت چیدن خوشمزه تره، شبیه دزدی خرگوش. در صورت این دزد اگر با ما تماس بگیره ما 50 دلار بهش میدیم که بره برای خودش یه دونه بانی سفید کوچولوی خوشگل بگیره و یه دونم شکلات برای به اصطلاح دوست دخترش بگیره. بذارید من یه چیزی رو براتون بگم. سالها پیش من اینجا پدرم اینجا فوت شده و اینجا دفن شده و خب به همون رسم ایران هی گل میبردیم و اینها، و مادرم یه روز گفت که مادر جون این گلا رو هی شما میخری میاری میذاری اینجا، 2 دقیقه بعد میان میدوزن میبرن. گفتم کی میاد میدوزه؟ گفت این جوونا من دیدم با ماشین میان اینجا میخندن این گلا رو برمیدارن میرن. گفتم اصلا نگران نباش، این گلا رو میدوزه میبره میده به دوست دخترش، دهن خودش رو سرویس میکنه، بعدن ازدواج میکنه 30 سال باید برای اون دختره گل ببره. مادر من از اونجا تا خونه میخندید، هی میگم یادم به این حرفه میفته که این دهن خوش. و بعدن دیگه گل نخریدن، بعدن به جای گل خریدن و سر خاک بردن به قول
گلپا که میگه دسته های گل بر سر مزار من آوردن چه سود، تا وقتی که زنده هستم یک شاخ گل دستم بده، من اون پول رو میدم به همینجا بیمارستان Children Hospital، بیمارستان کودکان. به نظر من این کار شایسته و بایسته تریه تا من برم و گلی بخرم که اینو به دوا و به سردخونه و گرمخونه نگه داشتن تا دو روز زنده باشه، همچی هم که میارمش اونجا برو آب بریز و گلدون بذار اینا. یه دفعه هم گلدونای برنزشو دزدیده بودن موقعی که استیل گرون شده بود. بله خیلی ممنون، ممنونم خانم تنازی. خانم تنازی هر وقت از مفتخوری بیرون اومدی قول بده دست راست بالا کن، اولین تلویزیونی که حمایت میکنی ما هستیم. دوستان دیگه حالا اسم نمیبرم، به همین صورت بارها پرسیدم دلیلتون برای حمایت نکردن چیه؟ حتی بنویسید آقا من پول ندارم، من به سختی امورم میگذره، ولی از خودتون واقعا سوال کنید. یعنی برای مثلا مای 10 دلار کمک کردن به یه جایی، شما مثلا کافیتون به جای استارباک مجبور میشین بیان از 7-11، خدا وکیلی کافی 7-11 بهتر از استارباکه، دلیلش هم بهتون میگم. این 7-11 هیچ وقت این چیزها رو نمیشورن، باز هم این کافی که شما میخوری این کافی سالها دم اومده و مزه خوبی داره. آخ آخ گفتی گلپا ویدیوی جشن تولدش رو دیدی؟ نه آها دیدم 80 سن. بله دیدم. آره در صورت آقای گلپا اومد اینجا چند سال پیش با آقای شاروخ، حقیقتا دیگه صداش در نمیومد و این دوستان یه بسکتبالیستی 39 ساله‌ای در اوج مشهوریت، قدرت، شهرت، پول زیاد رفت کنار. همه بهش گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت من نمیخوام وقتی میرم اونجا مربی به من بگی بشین و هی بره بیاد هی بگه این که نمیتونه بازی کنه اون، من میخوام الان برم که همه به من میگن چرا رفتی. فیلم ساینفیلد 9 سال مثل که ادامه داشت، یکی از بهترین فیلمای چیز بود که راجع به هیچی همه چیز ساخت و در اوج مشهوریت پربیننده ترین رفتن کنار و فلسفه همشون همین بود. در هر صورت به نظر من خواننده‌های ما باید تا ارزش همیرا این کار کرد، خب من دیگه نمیخونم، رفت کنار و در هر صورت قدر همینا رو هم بدونیم. دوستان عزیز از اینکه با ما بودید یک بار دیگه از شما ممنون و متشکرم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید برنامه نداشته باشید ولی حمایت کنید و این سکو یا این پلتفرم رو برای دیگران باز نگه دارید یا باز نگاه دارید. روز روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر و آیندهی روشن‌تر. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من هر چیزی که تمام این سال 20 سال یاد گرفتم از مهران سعدی، از این، از رفیعی، از اون، همه اینا رو آخر برنامه میگم. یکی از دوستان نوشت بود آقا خداحافظی شما تنها 30 دقیقه وقت میخواد، گفتم به خاطر همین که برنامه من 2 ساعته، سلاممون نیم ساعت، خداحافظیمون نیم ساعت، نیم ساعتم یقه اینو اونو میگیریم، نیم ساعت میام حرف حساب میزنیم، ولی شما به شهادت خودتون 2 ساعت جذب میشین و نگاه میکنید. از این بابت ممنون و متشکرم، مرسی که با ما بودید، به امید دیدار.